خیلی مخلصم. بفرمایید. یه دهن نمی‌خوام برای آقای رفیع. بله. به چه دلیلی؟ دلیلش نگو لطفا. آقای آقا. واسه کارش درسته. واسه کارش با این آقا. خیلی هم یه زورم نمی‌رسه. انشالله بازی خوبی بشه بچه با انشالله که شب اول ما رو نزنی آقای آجیدی بابا چرا همه به من میکنم فوتبالیستا فرزن حواستون باشه سری میزنن میرن آره به خدا یعنی ما تا بیان به جمعی میام یکم بیشتر از سبت نشنیدن فوتبالیستا تو ولی راست میگه شهیدا من واقعا از این میترسم علی حرفه‌ای میشه زود میزنه بله عجله نکن من بدون کار نمیزنه ولی کلا برزن شو بزن خیلی دیگه اینجوری به نظر میاد من ساکن آقا هر چی حرفه ای بودم صد میدم زدم یعنی نبوده بزنم خودم برم یعنی 90 نبود 90 یعنی فرزاد نزدی آقا قاعده یک نور شهری داره صورتتون ساطع میشه ان شاء الله که اینو مهاری نباشه فکر کنم امشب که کار نداری که هستی خیالم راحت اوکی آقا یاریا سلام سیسیل بفرمایید بفرمایید به پاییز سیسیل خوش آمدید کیف میکنید از این برگا و این شهر زیبا خیلی مخلصیم برگامون با این برگا ریخت سلامت باشین اتفاقا من شخصا خودم هم پشمام ریخت و این جدی ترین تغییر این فصل نسبت به فصل قبله خیلی راحت دیگه از اون جدیت خبری نیست میتونید کیف کنید اونا همش با اون باد بردش اسپانسر جذابی داریم که نوشیدنیاش روی میزتونه فکر کنم دوتای اولش رو بلدین چیا بودن؟ هیدی اند وان دی و نوشیدنی میوه گازدار فرشی دی اگه خواستین میتونید از فرشی دی هم در طول بازی استفاده کنید با چند نفر از رفقا در سیزن قبلا بودیم مثل خانم شیدا، آقای خیابانی، آقا شهرام، امید عزیز و بقیه جدیدن. خیلی خوش اومدید، خیلی کیف داشت. فاطمه مسعودی فر هم بوده. بله، بله، مخلصی. ما شما هم جدیدین، پیر لویجی کولینا. زنده باشین. بله، بله. خب، چند تا تغییر داریم نسبت به فصل قبل. البته بذارین قبلش یه چیزی رو بگم. ما ریاکشن های زیادی داشتیم به 12 قسمتی که در فصل قبل پخش شد خیلی ها دوست داشتن، خیلی ها انتقاداتی داشتن به نحوه اجرای گرداننده، به سطح بازی بعضی از پلیرها تلاش کردیم تمام اون پیام ها، کامنت ها رو بخونیم برایندش رو در واقع در اتاق فکر بررسی کنیم و سعی کنیم که اتفاقات جذابتری در این فصل بیفته زودیاک رو فقط در شبهای زوج صدا می کردیم که بلند شه و شلیک کنه. شب‌های فرد باش کاری نداشتیم اما در تمام شب‌ها من زودیاک رو صدا خواهم کرد. زودیاک بر روی این تبلت قطعه یک نامه‌ای رو می‌نویسه در شب به من میده و من فردا نامه زودیاک رو برای تمام شهر خواهم خوند. اون نامه میتونه گمراه کننده باشه، میتونه حاوی اطلاعاتی باشه. کسی که زودیاک خیلی بازی جذابی میتونه با اون بکنه. میتونه احیاناً آدم‌ها رو گمراه کنه و به کس دیگری زنین کنه پس ازش استفاده کنید میتونید هم از این امکان استفاده نکنید نکته دیگه این که گاهی دوستان اسلحه ای رو میگرفتن یعنی اون صاحب تفنگدار اسلحه رو میداد حالا یا تیر جنگی یا مشقی و دوستان از اون اسلحه از تیرش استفاده نمیکردن در روز بعد اگر که شما از این اسلحه استفاده نکنید تا قبل از رای گیری و اون اسلحه دارای تیر جنگی باشه اون تیر جنگی در دست خودتون منفجر میشه و شما همون لحظه شهر رو ترک میکنید و من دیگه این رو یادآوری نمیکنم یعنی در طول بازی خودتون باید حواستون به این نکته باشه لطفاً با اعلام من بدون اینکه ماسک ها رو به چهره بگذارید 5 4 3 2 1 در سیسیل شب میشود بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت تمامی شما هممیهنان گرامی و دوستداران ورزش فوتبال دایی باز هم به سمت دروازه استرالیا یک لحظه دیگه یه فرصت برای تیم ایران اونجا هست تو دروازه حالا کی دروازه کریم باقری هست تو دروازه استرالیا که باز میشه بله گل حالا توپ رو میزنه
کریم باقری دایی یه فرصت خوب حالا پشت مدافع مولانا عزیزی توی دروازه گل گل برای ایران مولانا عزیزی باز هم روی زمین باز هم روی زمین تو دروازه میکنه ایران دو خیلی زیبا به نظرم ایستاده آقای خیابانی رو تشویق کنیم ممنونم بفرمایید بعضی از روزها صدا دارن هشت آذر در تاریخ فوتبال ایران شاید در تاریخ ایران صدا داره و صداش آقای خیابانی شما بغض یک ملت رو فریاد زدین شما یک صدا شدین برای صدای همه ما و واقعا اون بازی بیش از هشت دقیقه وقت اضافی داشت آقای خیابانی قطعا نه خیلی خیلی کیف داره که آقای خیابانی در جمع ماست اگر یادآوری بکنم از فصل قبل ما لحظات بسیار جذابی داشتیم اما برای شخص من لحظه ای بود که آقای خیابانی به عنوان محافظ بلند ممکنه یک نفر جونش رو فدای شما بکنه محافظ اگر بهترین بازیت میخوای در این سه دست باشه برای من باید بلند خواهش میکنم محافظ اگر میخواد هیرو و قهرمان این بازی امشب بشه بلند شه برای این بوم بوم خونسا شد لازمه راجب آقای خیابانی صحبت کنم یا نه اینجوریه بازی آقای خیابانی هست من این رو میذارم شاید 1% به پای ناآگاهی شما همه عمرش رو بریزه به پای شما شما رو از مرگ نجات بده بعد وقتی شما اسلحه به دست میگیرید صاف به مغز همون شلیک کنید این اتفاق خیلی اتفاق ترسناکیه آقای خیابانی رو میزنم با احترام ببخشید آقایا خانم محافظ آیا جان خودت رو فدای این شهر میکنی؟ جونش رو فدای شما بکنه بعد وقتی شما اسلحه به دست میگیرید صاف به مغز همون شلیک کنید نجات دادن اون کسی رو که جلوش بمب گذاشته شده بود و ایشون قاعدتا نمیدونستن بلند شدن و به خود محافظ شلیک کردن و فکر میکنم همه عوامل برنامه شبهای مافیا زودیاک و احتمالا خیلی از بیننده ها در اون لحظه گریه کردن خیلی ممنون آقای خیابانی که باز هم با مایید خوشحالم بریم سراغ بازی نقش ها رو تقسیم میکنیم اول بریم استرس داری؟ پس میتونی از وان دی ان هی دی ان فرشی دی استفاده کنی خب بذار اول بدیم علی بیرو بالاخره یه بوری چی؟ با وانده و هیده کارشون جمع نمیشه الان شد علی بیبور بیبور علی بیبور حالا برای اینکه شوخی کردی بدیم یه برم قربون شما شخص جناب عالی بفرمایید 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 خیلی ممنونم دوستان کس دیگه میخواد نه خیلی خوب پس لطفاً ماسک ها به چهره یه نفسی بکشید و به یک ماسکا به چهره ماسکا هم قشنگ به چهره بچسبونید که هیچ نوری عبور نکنه متشکرم نقش ها رو تقسیم میکنید ماسکا رو لطفاً علی آقا امید آقا کامل به صورت بچسبونید من متوجه اندازه دماغ بعضی از دوستان هستم بله سخت خودم یه عمر باهاش درگیر بودم اما دیگه چاره‌ای نیست زندگی سختی‌های زیادی داره علیرضا تو نبودی
ممنونم، ماسکا رو بردارید. از نوشیدنی ها استفاده کنید و در این فرصت من تشکر میکنم از باربود که با موزیک زیباش با ماست. لطفاً تشویقش کنید. باربود شبها برای ما مینوازه، برای اینکه در واقع کمی صداهای شب رو بپوشونه و نقش بسیار جذاب و مهمی در بازی داره. خب الان دوستان همه نقشای خودشون رو میدونن، اما هنوز هیچ تیمی تشکیل نشده و هیچ کس با هیچ کس چش باز نکرده. ما در روز معارفه، روز ناآگاهی یا روز بیخبری هستیم. کی دوست داره سر صحبت باشه؟ به نظرم طبق روال آقای خیابانی. بله؟ از آقای خیابانی شروع میکنیم، در جهت عقربه‌های ساعت میچرخیم. بفرمایید آقای خیابانی. سلام. امیدوارم خوب باشید. خیلی خوشحالم از اینکه بازم هستم. متأسفانه لطفاً گیر به من ندید که پاشوت سر دست پس شخص مافیاست. چون اولا دستور امید عزیزم هم بود و دستور پیر لویجی کالینای ما، داور دیگه نمیشه گفت کم مو، داور کلن بیموی ما. امیدوارم که خوب باشید و موفق. تارگت میزنم. به به خودتو یکیشی؟ آقای آصف و علیرضا بیرام، میدونید میگن که اول 7 بار تحقیق کنید بعد به کسی اتهام بزنید. این داستانیه که خیلی از وکلا، خیلی از قضات میگه، اما حالا ما بدون تحقیق به قول خودتون فیلینگی میدونید دیگه، فعلا فیلینگی. تارگت های من شهرام قائدی عزیز، آقای آصف عزیز و دوست عزیزم علیرضا بیرانوند. چطوری کریس؟ امیدوارم که بازی خوبی باشه و به چرخه ببینیم چی میشه دیگه. سلامت باشید. خیلی مخلصیم. همه قول و قرار علکی بود نه؟ خیلی مخلصیم. سلام عرض میکنم. من شهرام قائدی ام، ارادتمند همه شما. خیلی خوشحالم که با دوستانم بازی میکنم، با اونایی که خدمتشون بودم و دوستانی که جدید اینجا میبینم. با آقای خیابانی کاری ندارم. تارگت میزنم به سروش عزیز، خانم مونا و آقای حسین. سلام، ابوطالب حسینی ام. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. یه مقدار ناراحتم که اول دارم صحبت میکنم، ولی از این فرصت استفاده میکنم. اوشم میخوام. اوشم مثل نونوایی دیر برسی دیگه، باید سرش بجنگی. من اوشم میخوام و مخلفاتش، سیب دکتر و چیزهای دیگه. و به رسم ادب تایید میزنم به علیرضا بیرانوند عزیز، آصف آریای عزیز و از دو عزیزی که صحبت کردن هم صحبت های خیابانی برام مافیایی تر بود. با تمام احترام، لسه با. اینو من میخواستم بگم. سلام، من اشکان دلاوریم. خیلی خوشحالم کنارتونم. خیلی مخلصی. اون میز برای من خیلی میز شیرینیه. یعنی نمیخوام باور کنم که اونجا اصلا مافیا هست. حتی اگه یه استعلامی بیاد و یه اتفاقی، من نمیخوام باور کنم. پر از هیده. بله. نه، شیرینی شما دو نفرین. ابو طالب، اگه اوشن نمیخواستی خیلی دلم میخواست تارگتت کنم. چون تو اولین نفر نبودی. دو نفر قبلت صحبت کرده بودن. چیز زیادی دستگیرم نشد. مجبورم از این بر تارگت بزنم. به آقای حاجیلی، به خانم کرمی و به سروش عزیز. و دوست دارم که خانم خلیق و بیرو شهر باشن. آره. تامی شلبی برام سوسوه. به نام خدا، علیرضا بیرانوند هستم، کوچیک عمتون. خیلی خوشحالم که واقعا اینجا هستم. به هر حال واسه اولین بار فوتبالیستا رو دعوت کردید. فکر کنم میتونیم یه بازی خیلی خوب انجام بدیم. من 3 تارگت نمیزنم. میخوام یه جوری تارگت بزنم که 100 براتون شر باشم. و تارگت هم میزنم و باید بدونید کسی که تارگت میزنه و زیاد هم میزنه 100 شره. من تارگت میزنم به آقا جواد خیابانی، تارگت میزنم به آقا اشکان، تارگت میزنم به مونا. ببخشید من بانوان اسم کوچیک صدا میکنم، به جای خواهرام هستید چون فامیلاتون رو نمیدونم. تارگت میزنم به خانم فاطمه و باز تارگت میخوام بزنم. یعنی من تارگت هایی که میزنم صبح پاشم باز
رو اونا هستم، یعنی پس مطمئنم برای شما شر میشم و عقب و تارگت میزنم به آریا عزیز. من یکم بدجا نشستم، علیرضا که پا... علی که پا میشه یه حالت خیلی آره. همه قبلا با خود شما همین حسو داشتن. آره حس بدیه واقعا، تازه میفهمم که چه حسی داشت. بله. خب من امید آجیلی هستم، آجیلی تو شهر سیسیل، و خیلی خوشحالم با هم بازی میکنیم. توی سیزن قبل، فصل قبل واقعا لذت بردم از بازی ها، خیلی به هم خوش گذشت و خیلی از بازیکنهای خوب چیز یاد گرفتم. من خیلی بازیکن خوبی نیستم ولی سعی میکنم که خوب بازی کنم. اول از همه از علی شروع میکنم. علی، این همه تاکید راجع به این که من شهرم و هی تارگت میزنم و دلیل میتراشی برای خودت که نشون بدی شهری، یکم برای من اونم توی شب ناآگاهی ناجوره، دلیلی نداره. خب تارگتاتو بزن. این که هی تاکید میکنی پس من چون تارگت میزنم شهرم، یعنی این برای من دلیل نمیشه. حالا بقیه دوستانو نمیدونم. اشکان عزیز، دوست دارم که شهر باشی، دوست دارم که شهر باشی، ولی خیلی حس شهری الان فعلا ازت نمیگیرم. در سایه شب کوری و ناآگاهیه. به آصف آریا خیلی تارگت خورد، به علی خیلی تارگت خورد، ولی حالا باید بریم تو بازی ببینیم چی میشه. اما فعلا علی برای من یه مقدار با تاکید زیادش روی شهروندیش سیاه نشسته. اشکانو یه مقدار بهش مشکوکم. ابوطالبم راست میگه، همچین سودودم صحبت نکردی. اینو اگه آقای خیابانی میگفت، اگر شهرام عزیز میگفت، برام یکم قابل قبول بود. برای شما من اتفاقا اصلا اوشن نمیبینم، به خاطر اینکه شاید مافیا باشی بخوای اوشنو بدی بیرون. اوشن اگر عاقل باشه به نظرم با شما پا نمیشه، مگر اینکه بریم تو بازی و این احساسو بکنه. این اوشن خواستن دیگه منو مشغول کرده. مرسی. سلام، مونا کرمی هستم. خیلی خوشحالم از اینکه شهروند شهری هستم که جناب بهرانی شما گردانندش هستیم. باعث افتخار برای من. خیلی خوشحالم که با شما دوستای عزیزم بازی میکنم. و اما بریم سراغ تارگت ها. برای من آقای اشکان این صحبتتون عجیب بود که خب حالا ایشون یه درخواستی داشت. میتونید بپذیرید، میتونید که صبر بکنید ببینید که تکلیف اوشن چی میشه. اگه میخوای میتونی تارگتش کنی به نظرم. نفر بعدی آقای بیرو، الزاماً این که شما تارگت زیاد بزنین فکت شهروندی نیست برای من. یعنی میتونید مافیایی باشید که تعداد زیادی تارگت میزنین که از توی اونها اگر فردا با یه تعدادی چشم باز کردین دنده عقب بگیرید. این پس برای من شما رو مشکوک میکنه. و اینکه دقیقاً موافقم با اینجای حرف آقای حاجیلی که خیلی اصرار داریم که شهروند هستید. شما با بازیتون میتونید به شهر ثابت بکنید که شهروندید. بنابراین تا اینجا آقای دلاوری، آقای بیرانوند و از اون سمت حسی به فاطمه مسعودی فر عزیزم تارگت میزن. سلام به همگی، خیلی خوشحالم که کنارتون قرار بازی کنم. سلام ویژه آقای بهرانی عزیز. من حدیث میرامینی هستم راستی. سریع‌تر تارگتامو میزنم، فکت نمیارم برای اینکه تکراری میشه. اون وقت خودش میشه یه فکتی که منم الکی میرم تو گروه مافیا. آقای بهرامند عزیز با احترام خیلی زیاد، آقای حسینی شما هم برای من خیلی مشکوک بودید. آقای حاجیلی به شدت دوست دارم که شهر باشین. البته میدونیم که همه امشب شب ناآگاهی رو گذروندیم، پس یعنی این مافیا هنوز یارش رو ندیده. لطفاً همه و خود من به سایت ها دقت کنیم ببینیم امروز کیا تارگت زدن، فردا کیا تارگت عقب میکشن، تارگت بک میکنن. و مونای عزیزم قربونت برم، من به شما هم مشکوکم. از اون ور شیدا، چون دوستمی دلم میخواد همینجوری فیلینگی به تارگت بزنم. مرسی. درود عرض ادب، من سروش رفیعی هستم. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. آقا ارادت، مخلصیم. بی قضا و بلا بچه شهر. روز معارفه است. من خودم به شخصه خیلی خیلی حسی، فقط برای اینکه بازی بچرخه، فقط برای اینکه این مقدار حرفا رو بشنوم تارگت میزنم. تا اینجا فکر میکنم همه سعی کردید با یک سری فکت صحبت کنید که من واقعا به نظرم درست نیست. چون این طرف احساس کردم کمتر تارگت خورد، کاملا همون حسی، فقط فکر میکنم دو خانم عزیز به دو خانم تارگت زدن، من این طرف و
این 5 دوست رو تارگت میکنم کاملا حسی، فقط به دلیل اینکه بازی به چرخه. خیلی ممنون. بله. سلام. آریام، آصف آریام. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. در خدمت آقای بهرانی هستیم. آقای خیابانی عزیز، من میخوام یه بار دیگه به افتخارشون یه دست بزنم. واقعا افتخار در کنارشون بودن. نه اتفاقا دست رو زدم که بهشون تارگت هم بزنم. یه تارگت خیلی دلی به آقای خیابانی. قربونتون بشه. خواستم با احترام یه تارگت به شما بزنم. عزیز دلم آقا ابوطالب، اون نونوایی که زنبیل داشتی میذاشتی کنارش، منم اتفاقا پشت سرت با موتور دارم میام. آره منم زنبیل تو دستمه، منم اوشنو میخوام. خیلی هم شلوغ نشده هنوز، انتخاب میکنه مشخص میشه همه چی. گفتم خیلی زیاد سریع با اوشن رفیق نشی دیگه، ما هم اوشن رو دوست داریم. سلام، من فاطمه مسعودی فرم. خیلی گروه جذابی داریم، دلمون گرم. خب از این ور اگر بخوایم شروع کنیم، چون باشین فعلا، آقای دلاوری، به نظرم گیری که به آقای ابوطالب دادید گیر الکی بود همون اول دست. با صحبت‌های مونا و آقای حاجی‌لی راجع به آقای بیرانوند کاملا موافقم، ممنون از توضیحاتتون. اشکان حالا یه کوچولو مشکوک میشه برام، آقای بیرانوند خیلی مشکوکی با اون توضیحاتی که دادین. آقای رفی تارگت میخواین حسی بزنین، خب چرا از اون ور تارگت حسی نداشتین؟ آها. از این ور به این ور چرا؟ شما به شدت برای من مشکوکین. آقای آریا هم که فعلا هست، شیدارم دوست دارم شهر باشه، بفرمایید. سلام دوستان، شیدا خلیقم، خیلی خوشحالم با همتون بازی میکنم. من راستشو بخواین میخوام یکم سفید اعلام بکنم، منم کاملا حسی. سفیدای من آقای دلاوری هستن، تو این میز آقای حاجی‌لی هستن، تو این میز حدیث جانم هست، تو این میز آقای آریا هست، تو این میز نظری ندارم فعلا، تو این میزم آقای خیابانی رو سفید دارم. حالا از طرفی کسایی که به آقای ابوطالب تارگت میزنن و من واقعا متوجه نمیشم دوستان. آقای ابوطالب کسی نیست که اوشن بخواد و پلن مافیایی براش داشته باشه. ما بسیار با هم دیگه تمرین کردیم. کسایی که به آقای ابوطالب اینطوری تارگت میزنن برای من خیلی مشکوکن، ولی ترجیح میدم تو امروز راجبش صحبت نکنم، فردا مفصل دارمتون. آفرین، متشکرم از همه، خیلی جذاب و باحال صحبت کردین. و یه چیز دیگه هم بگم، عینکم هم نوعه، اینم باز یک تغییری نسبت به فصل قبل، به نظرم خیلی خوشگله. یه دست کوچولو رو حداقل داره، روت آبی دستش سبزه، واقعا خیلی چیز خفنی گفتم. به خاطر دقیقه طلایی هم جانم میگم، آفتابم گرفت. بله بله، شیشه هاش هم زرد، گفتم حداقل یه پوز کوچولو رو به نظرم جاش هست که بدم. خیلی خوب، خیلی خوب. دوستانی که دماغشون کوچیک‌تره ماسکا به چهره، دماغ بزرگان نیاز نیست، بفرمایید. حالا مشکلش دماغ سایز کله است. ماسکا به چهره لطفاً. لطفاً ماسکا رو از بالا و پایین به صورتتون بچسبونید. بله، با اعلام من 5 4 3 2 1 در سیسیل شب می‌شود. صاحبان کارت‌های قرمز، مافیا، بیدار شدند لطفاً. معرفی میکنم، رئیس مافیا آل کاپون. لایک نشون بده. متشکرم. بمب‌گذار. ممنونم. شعبده‌باز. مشورت اولیه برای اعضای مافیا.
متشکرم. مافیا بخوابه. ماسکا به چهره لطفاً. بریم سراغ شهروندان. دکتر شهر بیدار شه لطفاً. ممنونم، متوجه شدم. کاراگاه ممنونم. ماسک به چهره. حرفه‌ای متشکرم. تفنگدار متوجه شدم. محافظ شهر، نقشت بسیار جذابی است. متشکرم، بخوابه. اوشن لطفاً ماسک رو برداری، ببینیم اتون. متشکرم، بخوابی. اینجا رو خیلی با دقت جلو میریم. شهروند ساده شماره یک فقط لایک نشون بده. حالا ببینیم اتون لطفاً. ممنونم، بخوابی. شهروند ساده شماره دو فقط لایک نشون بده. حالا ببینیم اتون لطفاً. متشکرم. و زودیاک متشکرم، بخوابید. خب با اعلام من 5-4-3-2-1 روز می شود ماسکا رو بردارید. روز اول بازی سر صحبت آقای خیابانی بود. مجدداً با آقای خیابانی شروع می‌کنیم. در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخه. آقای خیابانی با شماییم. آنچه که در روز گذشته که روز سفید بود که هیچ کسی چی نمی‌دونست، علیرضا از همه بهرمند عزیز ما از همه بیشتر تارگت خورد. حالا شاید شروع من که به او تارگت زدم یکی از دلایلش بوده باشه. البته من همچنان روی علیرضا هستم و تصور میکنم که میتونه فکت مافیایی داشته باشه. نمیدونم چرا این حس رو میکنم که آنچه که توی قسمت قبلی برنامه گفتم نسبت به شهرام رو میخوام ازش عذرخواهی کنم. برگرد. خیلی مخلص. سفید اعلام میکنم آقای. نمیدونم چرا همینطوری حسی بود. خطرناکی ولی دارم. هرچند که شاید برای خود من دردسر بشه. الان حرفه‌ای بازهایی مثل خانم خلیق یا خود سروش که میدونم یکی از حرفه‌ای ترین مافیا بازهای تاریخه، الان برای من اینجا داستان درست بکنه که چرا خیابانی چی شد، چش باز کرد چپ با همان مافیا هم فلان. حالا بگذاریم، اصلا مهم نیست. ما وایسادیم اینجا دیگه و ادامه حرف اینجاست که یه برگایی که ریخته پاییز دیگه، یه برگ درختان سبز در نظر روزگار هست، یه برگا زرد بیشتر، هر کدومشون نشان دهنده معرفتی است که باید نسبت به مخاطبمون داشته باشه. من اول سارگتامو زدم، حرفامو گفتم که فقط این جمله رو بگم. بچه ها، دوستان عزیز من، صدای زنگم در اومد چشم، الان کوتاهش میکنم. هر کدوم ما وظایف اجتماعی داریم. اصلا از اینکه این بازی رو ببرید، ببازید، وقتی بردید خوشحال نشید، مغرور نشید، وقتی باختید ناراحت نشید. به این فکر بکنید که مخاطب دارای احترامه و قابل احترامه و باید به مخاطب احترام بگذارید. به عنوان کسانی که به هر حال الان چهره‌های این جامعه اید، سال‌هاست دارید کار می‌کنید، تلاش می‌کنید، به هر حال از قبل همین مخاطب درآمد کسب می‌کنید، پس باید به مخاطب احترام بگذارید. من خواهش می‌کنم که به این مخاطبتون احترام بگذارید. برد وقت اصلا مهم نیست، اینکه دور همین خیلی مهم داره. موفق باشید. خب آقای خیابانی خیلی صحبت های قشنگی کردم. من خیلی اعتقاد ایمان به این مسئله دارم، ازتون ممنونم. ولی این لطفی که کردی رو از نظر بازی مافیایی نمیدونم، چون من یه صحبتی کردم و
رد شدیم، خیلی قانع کننده برام نیست. انشالله من قلبا دلم میخواد شهر باشی و با هم بازی کنیم. یه ذره باید بگذره تا بیشتر اعتماد کنم. تارگت های هشکان دلاوری عزیز با من تقریبا یکیه، بجز آقای حاجیلی که ایشون تارگت نکردن، خانم کرمی و تارگت من آقای حسینی. من همچنان هستم، با اینکه به نظرم هشکان اگه شهری باید صبر کنی که این ادعایی که کرده چیزی نمیگذره که معلوم میشه. به نظر من تا اینجا شما شهری، شاید دندقب بگیرم ولی بهش میدون بدیم، چون یه ادعایی کرده دیگه، بالاخره مشخص میشه. اینجا برام صحبتهای دوستان مشکوک بیشتر خانم میرامینی به دلیل توضیحات ساده ابتدایی بازی یه ذره مشکوکم برای من، و سروش عزیز همچنان تارگت میکنم به دلیل باز توضیح دادن و همون دیالوگی که بانو به شما گفتن که اگه حسیه پس چرا پنج نفر اینور اونور نه. به چرخه تا ببینیم چی میشه. خب تا اینجای صحبت‌های آقای خیابانی انقدر درست و اصولیه، ولی تارگت هم فکر کنم بعدش بتونیم بهتون بزنیم. شما روز اول پا شدین دو نفر رو فقط سفید کردیم، با اینکه در روز بلاین گفتیم که اومدم که تارگت بزنم و اینا، و آقای بیرانوند رو سفید کردیم که خب در روز ناآگاهی تارگت خوردن زیادش دلیل بر سفید بودنش نیست به نظرم. اینجا آقای رفیعی پا شدن تارگت نزدن، این همه صحبت شنیدین تارگت نزدین، ترجیح دادین چند نفری که هنوز صحبت نکردن رو تارگت بزنین. آقای آصف پا شدین فقط یه تارگت داشتین، آقای خیابانی بعد راجب اوشن شوخی کردین دیگه تارگت نزدین، و من اینجا آقای حاجیری رو یه مقدار سفید میدونم. و دلیل شما برای تارگت رو هم با اینکه تارگت الان برام اهمیتی نداره متوجه نشدم. صحبت پایانی شما به اوشن اعتراض کردین، مشکلی ندارم باش، شما هم صحبت کردین باز مشکلی ندارم. از تو نمیپذیرم اشکان جان که راجع به اوشن، درخواست اوشن صحبتی بکنیم، میذاریم روز اول نجه اوشن مشخص میشه. ابو طالب برام سفیده. ابو طالب من نگفتم اوشن رو نمیپذیرم، گفتم میخواستم بهت تارگت بزنم خانم مسعودی و خانم کرمی، گفتم میخواستم بهت تارگت بزنم ولی لحظه ای که حرف از اوشن زدی کاری باد ندارم. خب آقای قائدی عزیز، من خیلی خوشحال میشم اگه ما جفتمون شهروند باشیم و شکلات شهروندی اصولا من خوشحال میکنه، دوست دارم، ولی اینو متوجه نشدم، تارگت های شما با تارگت های بلایند من که بعد از من بوده و حسی بوده یکیه، پس ما میتونیم بازی کنیم؟ اون تارگت ها رو فکتی نبوده، بلایند بوده، یعنی من حسی زدم. این دلیل نمیشه که ما جفتمون بتونیم با هم بازی کنیم. یک مقداری اجازه بده من از این شکلات بترسم، دوست دارم بازیمون بشه. ولی بیروی عزیز میگی میخوام زیاد تارگت بزنم، راجبش هم زیاد توضیح میدی، سه تا تارگت میزنی وسطش یه چیزی میگی، یهو یادت میفته که کم زدم، یه تارگت دیگه بذار بزنم. آقای حاجیلو، اگه که شما فکت منو، آقای حاجیلو معذرت میخوام، اگه شما فکت منو راجب ابو طالب عزیز قبول دارید، پس منو مشکوکتون بشن دیگه، چون یه حرفی درستی راجبه ایشون زدم. و سروش عزیز، شما میگی 5 نفر رو میخوام حسی بزنم، از اون 5 نفر 2 نفرش آدمایی ان که حرف زدن، و پس اون 2 نفر میشن تارگت هایی که رو فکت داری میزنی، ولی تو حسی و فکتی رو کنار هم میزنی و هیچ نظری راجع به این قسمت نمیدی، یعنی برات مهم نیست که اینجا چه اتفاقی افتاده. من تارگت های من گفتی آقای حاجیلی، یه لحظه وحشت کردم الان از پشت یکی از دیوارا بپره تو آقای حاجیلو. بذار من بچه‌ها من درباره خودم صحبت کنم و بگم با بیشترتونم بازی کردم. من اگه مافیا باشم نمیام 5 نفر رو تارگت بزنم، و تو این 5 نفر اگر مافیا باشم باید اینو بدونم که حداقل اگه مافیا باشم دو تاشون یارم من دیگه، باید عقب بکشم دیگه. واسه شما که گفتی عقب، من عقب نمیکشم، همون 5 نفرم هم باشون میرم. پس این 90% که هیچ 100 منو شر میکنه واسه همه تو، چون من چشم با کسی باز نشده، دوستم داشتی باز بیشترم میزدم، باز حمله میکردم بهش. آقای خیابانی شما واسه من مافیایی، چجوری شما از آقا شهرام دندقه میگیری ولی رو بیرامند هستی، چون تارگت زیاد خور رو بیرامند هستی، من رو شما هستم. این اتفاقی که موجی که برای من درست کرد آقا امید، آقا امید شما با این موجی که برای من درست کردی میشی مافیای این تو این بازی. علی این همه تاکید راجع به این که من شهرم و هی تارگت میزنم و دلیل میتراشی برای خودت که نشون بدی شهری، یکم برای من
اونم توی شب ناآگاهی ناجوره. میتونید مافیایی باشید که تعداد زیادی تارگت میزنین که از توی اونها اگر فردا با یه تعدادی چشم باز کردین دنده عقب بگیرید. اصلا مگه میشه من 5 نفر تارگت میزنم اگه مافیا باشم 2 الی 3 نفر؟ چون باید این شانس رو به خودم بدم. ببین چون این شانس رو باید به خودم بدم که حداقل، ولی من 5 نفر رو تارگت میزنم چون میدونم شهرم و میدونم با هیچ کی هم چشم باز نمی کنم و میدونم که فردا باز بهشون حمله میکنم. آقا امی شما واسه ما مشکوکی؟ آقا جوادم شما رو هم دارم. دوستان چالش بفهم. آقای بیرانوند عزیز، با اینکه کنارت هم الان و قد جفتمون بلنده و خیلی دوست داشتم که با هم بشیم و بشیم ترکیب برنده، ولی حس میکنم نشه. دلیلش میدونید چیه؟ شما 2 روز، روز اول بلند شدین گفتین که من به 5 نفر تارگت میزنم، دوستان میتونن لایک بدن حرف منو اگه درست میگم، من به 5 نفر تارگت میزنم و کسی که به 5 نفر تارگت میزنه شهر. 4-5 تا تارگت خوردین، دوباره بلند شدین، نوبتتون شده امروز باز همون حرفا رو تکرار کردین. من همون 5 تا رو دوباره میگم، مطمئنم پس من شهرم. این یه مقدار برای من شما رو از یه مقدار خیلی تا 60-70% مافیا میکنه. صحبت‌های دیگه هم دارم، وای میستم توی نوبت خودم انجام میدم. خب راجب علی آقا بیرو آخر از همه صحبت میکنم. اول آقای خیابانی عزیز، همونجوری که خودتون گفتید این مدل بازی مافیاست و من فکر نمی‌کنم بعد از یعنی تو یک فصل و اون همه بازی کردن اینو شما متوجه نشده باشید، به خاطر اینکه سفید کردن شهرام اصلا یه چیز عجیبی بود اونجا. بعد راست میگه، خب اگر ایشونو سفید کردید خب چرا روی ایشون همچنان تارگت دارید؟ اتفاقی نیفتاده هنوز. نه علی هنوز برام سفید نیستا، ولی میگم اتفاقی نیفتاده. این بازیتون شهروند رو گمراه میکنه. یعنی در ادامه بازی لطفاً یه جوری بازی کنید که ما بتونیم همدیگه رو پیدا کنیم. اگر شهرید، شهرام جان شما گفتین که با اشکان تارگتت یکیه، به جز آقای حاجیلی که اشکان تارگت زد. اتفاقاً اینجوری نبود، گفتی به جز آقای حاجیلی که من تارگت زدم یا اشکان تارگت زد. با لایک و دیسلایک منشون بده. اشکان اصلا به من تارگت نزده بود. آچرا اشکان به من زده بود. شما گفتید که بجز تارگتی که من دارم، یعنی که انگار شما به من تارگت زدی. پس اگه منظورتون اشکان بود پس درست بود. شما آقای ابوطالب رو سفید کردی. رو چه حساب؟ اصلا چی شد؟ اصلا از حرفاش مگه الان آقای ابوطالب منو سفید کرده؟ خب من هنوز مشکوکم بهش، مطمئن نیستم. اما شما چی شد که او سفیدش کردی؟ علی جان این مدل بازی بازی مافیاست. وقتی میبینی این هم آدم به تارگت میزنم من خودم شک میکنم که مافیا باشی، ولی وقتی پا میشی دوباره همون حرفا رو میزنی خب خیلی مشکوکه دیگه. این مدل بازی کنی قطعا مافیا رو موج سوار میشه و میدنت بیرون. کسی چالش میخواد؟ آقای قائدی من متوجه نشدم که آیا شما هنوز تارگتتون رو برای من هستید یا نه. یعنی من هنوز جزو تارگت های شما هستم؟ به این خاطر که من یه دلیلی برای آقای دلاوری آوردم توی روز ناآگاهی، گفتم که میتونیم صبر بکنیم، درخواست اوشن آقای حسینی رو ببینیم که چه میشود. شما الان اونو جزو نکاتی بود که تذکر دادی به آقای دلاوری. این نکته رو من گفتم، نمیدونم آیا همچنان من جزو تارگتاتون هستم یا نه، چون نکته بود که ایشون رو برای من کمی مشکوک کرد. خب پس من الان این تناقض شما یه ذره من رو نسبت به شما مشکوک میکنه جسارتا. آقای بیرانوند رو من به دلیل اینکه خیلی حالا یه کوچولو استرس دارن، نمیدونم استرس میتونه برای حالا شهروندی باشه که یه ذره ناآگاه، میتونه دلیل ناآگاهیش هم باشه، ولی همچنان روی شما تارگت دارم. اما یه دلیل اینکه یه کوچولو منو نسبت به شما کمی سفید میکنه اینه که خیلی تارگت میخورین. خب از این طرف جنس بازی آقای رفیعی برام یه ذره مشکوکه که یعنی شما تو روز ناآگاهی، اوکی ما هممون روز ناآگاهی داریم میگذرونیم، بالاخره یه صحبتایی میشنویم که میشه فکت براش بیاریم، اینکه شما اینور هیچ تارگتی ندارین منو نسبت به شما مشکوک میکنه. بنابراین تارگتای من الان آقای قائدی تا صحبتاشون رو بشنوم و آقای بیرانوند حالا یه کوچولو برام سفید و آقای رفیعی. مونا جون به نظر من شما نباید اینجا از آقای بیرانوند حمایت میکردی. اصلا این موجه به قول خودتو شما اینجا نباید بشکونی، چون هنوز نصف آدم ها مونده، شما باید زمان بدی ببینی اسم آقای بیرانوند چند بار دیگه میاد.
اگه اسم آقای بیرامن تا آخر دست بیشتر می اومد ایشون سفید قطعی شهر بود، ولی وقتی شما اونجا موج رو میشکونی تارگت رو ایشون ممکنه عوض بشه یا تغییر بکنه، مخصوصا وقتی که الان تارگت اکثر آدم ها تا اینجا بوده. آقای قائدی عزیز، این که شما منو تارگت کردین و خیلی متوجه نمیشم و مهمتر از اون خیلی متوجه نمیشم که آقای خیابانی عزیز که شما رو سفید کردن، شما بهشون خورده گرفتین که چرا، شما از کجا میدونین اصلا چرا اومدی منو سفید کردی، ولی دقیقاً اون کارو شما با آقای دلاوری انجام دادین، بنابراین این شما رو برای من مشکوک میکنه. شما خودتون در مورد آقای دلاوری گفتین که به نظر من شهره و از این اتفاقای اینجوری. آقای برامند عزیز، من خیلی دلم میخواد شما شهر باشین و اگر دلی میخواستم بازی کنم قطعاً الان میگفتم شما سفیدین، ولی از اونجایی که خیلی خیلی سعی میکنم که با فکت بازی کنم، اگر شهر هم هستیم شما تارگت من همچنان هستیم، ولی اگر شهر هستیم من از شما خواهش میکنم یه ذره جون شهروندا براتون مهم باشه، یعنی تارگت زدن الکی باعث میشه که ما تحت تاثیر قرار بگیریم و یه وقت از خط اصلی دور شیم، بنابراین اگر شهرین تارگت اصلی خودتون رو به ما در واقع معرفی کنید. و منای عزیزم، خواهش میکنم که یه جوری نظر ما رو جلب کن که آیا تو شهر هستی، من میتونم به تو اعتماد کنم یا نه، چون داری مافیا بازی میکنی. بفرمایی. ببینید خانم، الان چقدر مشکوک داری بازی میکنی؟ روز بلایندی اتفاق میفته، من فیلینگی میزنم ایشون فیلینگی، من میگم که خیلی خوب اتفاقی نیفتاده، حسی تارگت زدیم، تا اینجا حتی این کلمه رو استفاده کردم که دنده عقب میگیرم، بعدش ممکنه دنده عقب بگیرم که نگرفتم. شما اینا رو تارگت کردی، فعلا با تو کاری ندارم، نوبتی هم حرف زدم، شما به شما هم همین عرض میکنم، الان میز شما خیلی مشکوکه، بابت همین گیرایی که میدین تقریبا هیچکی به من تارگت نزده بود جز آقای خیابانی. آقای خیابانی هم برگشت و من حرفی نزده بودم که برگرده، برای من مشکوک، گفتم فعلا نمیپذیرم. شما این میز سنگین داره میشه. خب دوستان، به نظر من، برای خود من، برای اینکه بخوام شهرمو پیدا کنم، اینکه میبینم یک عده‌ای میشنون خیلی خوبه. شنیدن حرف یکی از راهایی که شما میتونی شهروندتو پیدا کنی. از اینجا خانم فاطمه در مورد اینکه چرا من این طرف رو تارگت کردم صحبت کردن. آقای قائدی همینجور، بعدش توی روز دوم دو عزیز در موردش صحبت کردم. من خیلی نمیخوام الان اینجای بازی توضیح بدم، فقط اینکه اینو دوست دارم، ولی دلم میخواد اونایی که این حرفو میزنن ابتدای حرف منم خوب بشنون. گفتم برای من روز ناآگاهی بسیار حسیه، چون این دوستان بیشتر در مورد هم صحبت کردن، فقط این دو خانم به این دو خانم تارگت زدن، من این سمتو تارگت میکنم تا بازی بچرخه. این از این. خانم شیدا برای من شهروند به نظر میرسه. چرا؟ چون به خودش جرأت میده اول بازی شهر معرفی کنه. آقای ابوطالب جرأت میده اوشن بخواد. ولی اینجا دو نفر برای من خیلی مشکوک میشن. عذر میخوام، سه نفر. آقای خیابانی که تارگت میزنید همون لحظه برمیدارید. شما خانم منا که میرید سمت علی میگید میتونی ولی حالا میخوام سفید باشی، اگه ایشونو سفید داری اونایی که روش تارگت دارن باید برات بشه مافیا، نه جنس بازی من و ایشون. اینو توی چالش میگیرم، توضیح میدم چرا. آصف، خب چالش هم بعد صحبت برای اشکان دلاوری عزیز. تارگتتون به من رو قبل اینکه شما توضیح بدین فروششون، من برای شما توضیح میدم. خانم مونا به نظر من از جذابیت بازی کاستن با دفاع بیموقع از آقای بیرانوند و یه جوری یه باکسی بستن با آقای بیرانوند. من نمیگم شما سیاهی ها، من اون نکتهی هم که به شما گفتم اصلا خدا شاهده تارگت مافیایی نبود، فقط خواستم بگم که اگه شهرین شما، چون من باهاتون که بازی نکردم ولی شنیدم که پلیر خوبی هستین، اگه شهرین یه مقدار فکتای خوشگلتر بیارین که به هم بتونیم اعتماد کنیم. خانم مونا دفاعشون از آقای بیرانوند بیجا بود. اینور خانم خلیق این نکته رو میگن، آقای رفیعی میگه لایک محکم نشون میده که خانم مونا چرا از آقای بیرانوند دفاع کرد. موقعی صحبتش میشه یه تارگت میزنه به من و یه تارگت دیگه راجع به آقای بیرانوند لایک نشون دادین. تارگتتون چی شد آقای رفیعی؟ دو دوست پرسپولیسی عزیز من که میدونید هر دوتون رو دوست دارم، قربونتون بشه.
خب مرسی از دوست قد بلندم. خیلی درست گفت سیبوش عزیز. ببین شما اعتقاد داری ایشون چون ترن بلان یعنی ناآگاهی دنبال شهر بوده شهرونده، ایشون چون اوشن خواسته شهرونده، ولی اون نفری که اونور اوشن خواسته مافیاست، اونم اوشن خواست دیگه. بعد میگی روز ناآگاهی چیزی ازش تسخیر اون نمیشه، بازی داره رو اون میچرخه. اگه بیرو مافیا باشه تو روز ناآگاهی لو رفته، اگه شهر باشه تو روز ناآگاهی داره پوش میشه و این پوش داره ادامه پیدا میکنه. و تو هیچ نظری راجع به این سمت نداری؟ دوستان سروش به نظر من اگه اشتباه نکنم خیلی سیاهه و این میز هم برای من خیلی سنگینه. جفتشون خانم کرمی عزیز، اگه بیرو سیاه باشه زودیاکو بذاریم کنار، اگه مافیا باشه دوتا یار داره، نمیتونه دوتا یارش اینور باشه و تا اینجا شهروندا بهش تارگت زده باشن؟ پس میشه. خب من چالشم میدم با آقای ابوطالب بعدمه. آقای ابوطالب شما خطاب به آقای خیابانی فرمودین که تارگتی نداشتین، درسته؟ آقای خیابانی به آقای قائدی که ازشون دنده عقب گرفتن دست همین دست تارگت زدن بهشون، به آقای آصف آریا تارگت زدن و به آقای بیرانوند هم تارگت زدن. پس آقای خیابانی سه تا تارگت معرفی کردن که اصرارشون هم بر این بود که اتفاقا بلند شدن و گفتن من میخوام تارگت بزنم. آقای خیابانی دنده عقب گرفتنتون از آقای قائدی و فکر کنم هیچ کسی متوجه نشد که بر چه اساسی بود، لطفا این رو توضیح بدیم برای شهر. آقای بیرانوند، آقای حاجیلی موجی در مورد شما راه نینداخت. اگر آقای حاجیلی اتفاقا نه، اگر آقای حاجیلی چیزی نمیگفت اتفاقا بعد آقای حاجیلی همه بلند میشدن و میگفتن آقای حاجیلی چرا راجع به آقای بیرانوند صحبت نکردید. به نظر من آقای حاجیلی و مونا همون روز ناآگاهی رو میگم، چیزی که راجع به شما گفتند، حالا شاید تعریفشون یا نوع بیانشون جوری بوده که شما احتمال دادید که شاید موجی را انداختن، ولی برداشت من اگر من هم کنار شما نشسته بودم قطعا راجع به این حرف شما توضیح میدادم. من هم آقای ابوطالب رو تا حدی سفید دارم، ولی لطفا راجع به این که گفتین آقای خیابانی تارگتی نزدن لطفا صحبت کنید. من چالش داشتم از خانم مسئولیفر. در مورد آقای خیابانی توضیح بدم که در روز ناآگاهی گفتن که من اومدم که تارگت بزنم، خوابیدیم بیدار شدیم فقط از روی دو نفر دنده عقب گرفتیم، از آقای قائدی و آقای بیرانوند. چرا چیزی که من یادمه؟ علیرضا از همه، بیرانوند عزیز ما از همه بیشتر تارگت داد. حالا شاید شروع من که به او تارگت زدم یکی از دلایلش بوده باشه. البته من همچنان روی علیرضا هستم و تصور میکنم که میتونه فکت مافیایی داشته باشه. سفید اعلام میکنم آقای، نمیدونم چرا همینطوری حسی بود. من فقط الان یه سوال از آقای حاجیلی داشتم که فعلا یه مقدار برام سفیدترن، لطفا چالش بگیرین توضیح بدین. رو علیرضا بیرانوند تارگت جدی داشتی، خوابیدیم بیدار شدیم گفتی که ممکنه که مافیا تو رو بده بیرون، ممکنه که جنبه اینه که ممکنه مافیا رو مشت رو بده بیرون. شما اگه مافیا میدونی چرا نگرانی که بره بیرون؟ شاید هم دیگر دیدین، یه توضیح بدین. من صحبت هم در مورد خیابانی درست شد؟ روز ناآگاهی گفتن که من اومدم تارگت بزنم با آقای آصف، اگه اشتباه نکنم آقای قائدی با آقای بیرانوند. آره روز اول از روی دو نفر دنده عقب گرفتن. ممنونم. چالش من برای آقای بیرانوند بعد من لطفا. من یه خواهشی میخوام بکنم از اوشن بازی، با احترام به آقای ابوطالب و آقای آصف که شهروندای من هستن، من میخوام ازتون بخوام که اجازه بدین اوشن خودش قدرت تصمیم گیری داشته باشه. چون دوستان بعضی وقتا تیم اوشنی حضور چه کاراکترهایی توش بسیار مهمه، یعنی اجازه بدین شما شهروندای ذهنی من هستین فعلا. یکی این نکته، کسایی که با آقای خیابانی تارگت میزنن هم برای من عجیبن. دوستان ایشون فصل پیش بازیشون رو همه تون دیدین دیگه، شما با فکتای خودتون نمیتونید آقای خیابانی رو دوستان تارگت بکنید، خیلی چیز واضحیه. یعنی اون فکتی که روی آقای دلاوری میشینه روی آقای خیابانی نمیشینه، ایشون بعد فعلا شهروند ذهنی شما باشه. اگر راجبش صحبت میکنین به نظر من دارین یه ایزی تارگت خلق میکنین و عجیبه این
خیلی. من پیشنهاد اجماع برای شهر ندارم دوستان، هرچند که فکر میکنم مسیر شهر بسیار درسته. من پیشنهاد اجماع ندارم. اگر دوست دارین کسی رو یه نفری دو نفر تو رای گیری نیانید، یک نفر رو رای بدین بیاد صحبتاشو بشنوید. ابو طالب شما اوشن رو خواستید، آریا هم اوشن رو خواست. شهیدان خانم این دوتا شاید چون روز اول اوشن رو خواستن فکت مافیایی باشه، ولی شهروندی اوشن رو خواستن. میدونید چون دست اول کسی جرئت نمیکنه، یعنی برای خودشون مطمئن بودن اوشن رو خواستن و شما دارید سوء استفاده از این دوتا رو میکنید. خب واسه خودت شهر میکنید. من جواب شما رو بدم. آقا امید، آقا امید وقتی که میاد همون حرف شما، شما یه کاری کردید، همه شما هم حرف ایشون رو تایید کردی، گفتم موج انداخ، شما تاییدش کردید. بعدش فرداش پا شد به من گفت این کارو نکن، شاید یهو من شرط هم یا مافیات هم. آقا امید به شرط کن، ببین شرط هم یا مافیا، اگه مافیایی به شرط کمک کن منو بنداز بیرون، نگو یه کاری نکن مافیا سوء استفاده کنن بندازنت بیرون، پس من نمیتونم با ایشون چشم باز کنم. رفقا همه صحبت کردین، خیلی ممنون. 12 نفر در بازی هستند. رأی گیری خواهیم کرد از آقای جواد خیابانی. با 6 رأی یا بیشتر وارد دفاع خواهید شد. آقای جواد خیابانی 1 رأی، شهرام 1 رأی، ابو طالب 0 رأی، اشکان 0 رأی، بیرو 3 رأی، امید 5 رأی، خانم منا 2 رأی، خانم حدیث 1 رأی، سروش 3 رأی، آصف 1 رأی، خانم فاطمه 1 رأی و خانم شیدا 1 رأی. هیچ کس وارد دفاع نخواهد شد، پس با اعلام من ماسک ها رو به چهره بزنید لطفاً. ماسک ها رو از بالا و پایین به صورتتون بچسبونید. امکان عبور نور رو ندید. با اعلام من 5 4 3 2 1 در سیسیل شب می شود. گروه مافیا بیدار. شلیک به دست رئیس مافیا آل کاپونه. لطفاً شلیک رو به من اعلام کنید و حتماً لطفاً با تفنگ اتفاق بیفت. متشکرم. بمب‌گذاری داریم؟ صاحب هر نقش تصمیم گیر نهایی اون نقش. ممنونم. انتخاب شعبده باز. مشورت نهایی صاحبان کارت‌های قرمز.
مافیا لطفاً بخواب. ماسک ها به چهره. دکتر بیدار شد. نجات امشب رو لطفاً به من اعلام کن. ممنونم. استعلام کاراگاه. کاراگاه بخواب. حرفه‌ای بیدار شد. متشکرم، متوجه شدم. لطفاً ماسک به چهره. تفنگدار بیدار شد. تفنگت رو به چه کسی اهدا می‌کنی؟ فردا صاحب تفنگ هر لحظه‌ای که خواست می‌تونه از تفنگ استفاده کنه. ممنونم، بخوابه. اوشن بیدار شد. یارگیری می‌کنی؟ دوستان نفر یک دست جلو. به کسی که اشاره میکنم همراه با اوشن بیدار خواهد شد. دست ها رو بندازید لطفا. یاران اوشن بیدار. ماسک ها به چهره لطفا. نفر یک دست جلو تکلیف تفنگ رو روشن میکنم. به کسی که اشاره میکنم فردا صاحب تفنگ خواهد بود. هر لحظه که دوست داشتید میتونید ازش استفاده کنید. نیاز نیست که در زمان صحبت خودتون باشید. متشکرم. دستا رو بندازید. صاحب تفنگ با لایک به من نشون بده که متوجه شده. خب بریم سراغ زودیاک. زودیاک بیدار شه. قراره برای ما نامه بنویسه.
من حرکت میکنم که شما فریب بخورید. با صدای پای من، با صدای خشخش برگ ها و اینکه شما متوجه نشید که زودیاک پشت چه میزی نشسته. اعلام من 5 4 3 2 1 روز می شود. نفسمون گرفت. کجا؟ مافیا شانه. بفرمایید. فعلا از وان دی اند هی دی اند فرشی دی استفاده کنید تا من فعلا برم اول نامه زودیاک رو براتون بخونم که عجب نامه جذابی است. اولا واقعا کلک خوردیم عمرن فهمیده باشین با حرکت ها که زودیاک سر چه میزی نشسته. بله خواستم بگم که بجز همه برگا خود ریشم، عینک با دسته سبز، تغییر جدید پوست برونزه، این کفش زیباران به نظر میتونید ببینید که بالاخره صدای خیلی جذابی دارد این برگا. این کفش دست داره آقای بهاری؟ جانم جلیقه رو کی میگی؟ جلیقه رو میگم در ادامه. کفش دست نداره آقای بهرانی؟ بله. ببینیم زودیاک برامون چی نوشته. نوشته که شیطون وزیرش یه خط کشیده. چه میدونیم چرا؟ خیلی خسته نمیشه واقعا زودیاک. شیطون. خلاصه اینم کفش. گفتم شاید ندیده باشین. صدای خشکشش رو شنیدی؟ بله. بله. متشکرم. ممنونم که خودتون دست زدن رعایت کردید. اما این برای یه لنگش بود، خدایی کمه. بله آقا شهرام، نمک می‌ریزی می‌خندی نه؟ بفرما. بله اینجوری نیست که همینجوری نمک بریزی فکر کنی هیچ اتفاقی هم بمب جدید نمیده. بمب خدمت شما. بمب جدید نو کار نکرده ندویده خدمت شما. اما ازتون نگذرم. بریم ببینیم با گلاشی کار داریم. خب این گل به من دیگه خدا وکیلی ایران میرم. یا خدا اشکان عزیز با لباس جذابشون به اتاق مردگان میرن. تشویقشون کنید لطفا. تشویقشون کنید. اشکان دلاوری عزیز. اشکان عزیز اوشم میخوام. اوشم مثل نونوایی دیر برسی دیگه، باید سرش بجنگی. من اوشم میخوام. منم زنبیل تو دستمه. منم اوشن رو میخوام. اوشن اگر عاقل باشه به نظرم با شما پا نمیشه. اجازه بدین اوشن خودش قدرت تصمیم گیری داشته باشه. اوشن متشکرم. میدونستم، خدا میدونستم. خب اما دیشب اتفاقات دیگری هم افتاده. گل کوتاهه، به اونا نمیخوام. گل نمیدیم. بله اون دیگه چیست؟ خدمت شما. آقا سروش هم ما رو با یک فالوده شیرازی ترک میکنن و با تمام مردگان میرن. گربون شما. اینم قاشقش. فقط وایسا برای اینکه فالوده شیرازی معمولا آدم ها تنهایی نمیخورن. اینم آب لیموش. آقا سروش تنهام گذاشتی آقا سروش. قربان شما. تشویقشون کنید به اتاق مردگان میرم. همش نخوری یا
خیلی پرون سروش هم رفت؟ چی بودی؟ مافیا؟ علیه السلام مایلید از فرصت اول استعلامتون استفاده کنید؟ رای میاد دو نفر از مجموع بازیکنهای سیسیل ما در امشب خارج شدن که یک مافیا و یک شهروند قربونت برم باری کلا به این حرفه‌ای علی که نزده سروش علی یارت بود؟ علی که نزده نه آقای خیابانی سر صحبت بودن با ابو طالب شروع میکنی بله خیلی خوشحالم که یک مافیا رفته بیرون ولی متاسفانه من نمیدونم کدوم بوده و اگه رد خونی بخوام بگیرم از عشقان شماره میگنم ولی فعلا کاری ندارم چون نمیدونم کی بوده به خاطر همون سفید کردم من الان سوالم اینجاه و همون سوالی که پرسیدم شما فرصت نکردین جواب بدین که چالش بگیرین شما تارگت سفت و سخت میزنی بار دوم که میخوای صحبت کنی میذاریش آخر و میگی که ممکنه که مافیا روی موجی سوارش شماره بده بیرون اگه مافیاه خب بده بیرون یار فروشی کنه بده بیرون اگرم نیست خب یهو این دنده عقبه رو من متوجه نشدم این دومیز برای من گره بود و حالا سروش رفته همچنان آصف جان نه تارگتی داری به اون شکل نه تو بازی دیتایی وارد میکنی نه یه چند تا دیتای شخصی وارد کردی که قدم بلنده و اینا ولی به شهر کمکی نمیکنه فعلا حالا با این میسم کار دارم ولی فعلا بیشتر جواب آقای حاجیلی رو میخوام بشنوم که میخواستی یا یارو دفاع کنی لحظات آخر یا خیر مرسی چالش بعد از من صحبت کن هم میتونی الان صحبت کنی خب دوستان من مافیای ذهنی آقای رفیعی عزیز بودم چه جالب که همه اتفاق نظر داریم مونای عزیزم من اگه رد خون اشکانو بخوام بگیرم شکم میاد سمت شما متاسفم اینو میگم توی دور قبلی هم که گذشت ایشون مستقیما با شما چالش داشت شما رو تارگت میکرد و من رد خون اشکانو امروز از شما میگیرم احساس میکنم که به نظرم منم با شما موافقم و فکر میکنم سروش رفیعی مافیاتر بود نسبت به اشکان و من به شما یه ذره تارگت زدم قبلش ولی الان میام عقب چون شما تارگت سروش بودید و سروش وقتی که مافیا بشه شما صد برای من شر میشید من نمیدونم حالا اوشن شاید بیدار شده باشه میتونه به ما کمک کنه ولی من هنوز رو آقا امید هستم آقا جواد که از اول بودم هستم خب و حس میکنم شما هم شهرید چون وقتی که دیدم فالوده رو واسه سروش برد یه جوری نشون دادی که فکر کردم یه چیزایی میدونی و میتونی به ما کمک کنی بچه چالش آصف عزیز خب میخوام آقا ابو طالب مثل تمرین ها برات شعر بخونم قنچه بودی شکفت میدونی چرا؟ شما بلند میشی میگی سروش رو نمیدونم چی بود خانوم شیدا خلیق میگه سروش و مافیا دارم اولین نفر لایک میدی بله خیلی خوشحالم که یک مافیا رفته بیرون ولی متاسفانه من نمیدونم کدوم بوده دوستان من مافیای ذهنی آقای رفیعی عزیز بودم رأی یک و دو شمایی ها میدونی چقدر دوستت دارم ولی رأی یک و دو شمایی و دوست عزیز دیگمون فعلا راجبش صحبت نکنیم فعلا راجب شما آها ببخشید شما یه جمله خیلی کوتاه سریع تمامش میکنم گفتی پا شدی مزاح کردی خیر من آقای سروش و مافیا داشتم سفت بهشون تارگت زدم من مزاح نکردم اینم جزء همون شکفتنه بود خب مرسی از توضیحات راجع به ابو طالب منم کاملا باهات موافقم آقای ابو طالب
اشکان جز تارگیتای شما بود. بود یا نبود؟ من نوشتم. بود. و به رسم ادب تارگت می‌زنم به علیرضا بیرانوند عزیز، آصف آریای عزیز. صحبت‌های آقای خیابانی برای مافیایی تر بود. با تمام احترام. شما الان مافیایی برای من به توضیح میدم. معلومه که دوست ندارم اگه شهر بره بیرون. معلومه که توضیح میدم که آقا اگر شهری مدلی بازی نکن. من اینکه شهرم این فکر رو میکنم که آقا مافیا رو موج سوار میشه. معلومه که بعدش باید این حرفو بزنم. چرا نزنم؟ چون نگرانم. توضیح میخوای شما؟ خیلی برات عجیبه. اگر اینجا نشسته بودی، اگه این حرفو نمیزدی، برای من باز مافیا بودی. راجب شهرام حرف زدی. شهرام اصلا چیکار داشت با شما ورشگان به تارگت زده بودی؟ الان مگه نگفت با لایک و دیسلایک به من نشون بده؟ مگه الان آقای عبدالطالب به شما نگفت لایک دیسلایک؟ بفهم لایک و دیسلایک نمیدیم من بزنم گفته نگفت اسم ندارم. توضیح هم به شما راجب آقای بیرو اینه، امیدوارم قانع شده باشی. شما به اشکان تارگت زدی و من نوشتم اینجا آقای آریا پاشو دو نفر تارگت رو صفر زد، یکشم فروش بود. چجوری میگی پاشو راجب قدش فقط صحبت کرد؟ حواست کجاست؟ یه نکته آخر میخوام بگم راجب اینکه اگر فکر میکنید من شهر نیستم بیشتر بهش بکنید. من پاشدم 5 نفر به من تارگت زدن، از شهرام تا خانم حدیث، فقط مونا نزد، از اون ور یک سره. چرا پس رو صحبت نکردین؟ چرا صحبت نکردی؟ حالا میگم ذهن درگیر اینه که همه نریزن رو تو. آقای ابوطالب چرا صحبت نکردی؟ مگه خودت به من رأی ندادی؟ چرا صحبت نکردی راجبش؟ خیلی سیاه آقای ابوطالب برام. گفتیم که مثلا با شک و تردید دیگه، حالا شاید اون چیز محافظ خودش روی شهرام باشه بلند نشه، یعنی شانسمونه اینجا امتحان کنه، تو این تعداد بهتره. ترسیدم آخه من، بعد من تو ذهنم بود گفتم یا اشکانو بزنیم یا شهرام، که امید گفت که اشکانو بزنیم و شهرامو بوم ول بدیم براش. بوم جلو من میذاشید محافظ پا میشد. آره ببخشید آقای خیابانی، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرم. یکی میگن از صبح زیبای سیسیل زیاد راضی نشیده، که از حرفای خیلی امیدوار کننده مافیا. ببین من میگم شما هوش نداری، گوش که داری. چطور شما فکر کردی که من علیرضا رو سفیدش کردم؟ بیرامند عزیز رو، من علیرضا رو سفید نکردم، من فقط آقای قائدی رو سفید کردم. همچنان روی علیرضا بودم، همچنان روی آصف هم بودم، حتی زمانی که رأی گیری شد رأی 1 به سروش دادم برای مافیا بودنش. من کاملا با امید موافقم. شما الان دیگه به نظر من فکت مافیایی کامل روت میشینه، چون کاملا داری این مرمر میزنی، به یکی شکلات میدی، به یکی خلاصه تهمت میزنی، بی جا هم تهمت میزنی، جو اصلا به نظر من نمیشنوی که من چی گفتم و حرفایی میزنی که خودت رو مافیایی میکنی. منم موافقم با خانم خلیق و همه دوستان که سروش مافیا بزن. عزیزا بیا با هم صلح کنیم، به صلحی برسیم تا یه حدی، قهر نکن، اب نداره. باشه، من الان احساس میکنم که ما بی جهت داریم، به قول امید درست میگه، داریم شهر رو گمراه میکنیم. اگه با هم همشهری هستین بذار با هم یه صلح فعلا ناپایداری داشته باشیم تا ببینیم. آره منم موافقم باهات، برو رو چشه عزیزم تا ببینیم ادامه چی میشه دیگه. بچرخیم قربونت برم خیابانی. ماهه ماه. خب آقای آصف شما دست پیش گفتی که من بازی رو از جذابیت انداختم، الان میخوام جذابیت زیاد بدم به بازی. شیدای عزیزم دست پیش فرصت نشد که چالش رو بچه‌ها گرفتن، ولی صحبتم اول با توه. اینکه امروز چشم باز کنیم، خب برای هممون مشخص بود، حداقل من میدونستم رد خون و رد بم منو به آقای رفیعی رسون. خب آقای رفیعی رو دست پیش من خودم تارگت کردم و ایشون انقدر بازیکن خوبی هستن که یار فروختنی دست یک من نباشن. خب پس این از جواب شما. اینکه شما بعد از اینکه من از آقای بیرانوند یه حس شهروندی گرفتم، دلیل این گذاشتم که ممکنه ایشون شهروند باشه، حالا اسمش برای من زیاد اومده بود و اینکه حسی احساس کردم میتونه شهروند باشه، شما چالش گرفتی بره فاصله، دلیل منو نپذیرفته. درست که این سمت همه شروع کردن همون حرف من رو با ادبیات دیگه گفتن، شما برای من مشکوکی. بچه ها جناب حاجیلی و آقای آصف،
اینکه راجب کسی که درخواست اوشن کرده هنوز تکلیف اوشن مشخص نشده، شما هنوز دارید ایشون رو صد سیاه میخونید و میگید سیاه ما هستی، شما میگی من رأی یک و دو میدم به آقای ابوطالب، چطور؟ الان میدونی اوشن با کی چشم باز کرده؟ کسی هست؟ کسی هست که ادعای اینو داشته باشه با اوشن چشم باز کرده؟ حتما این رو یه جوری متوجه کنه شهر رو، یعنی بفهمیم که اوشن در بازی هست. به نظرم باید یه ذره صبر بکنیم تکلیف اوشن مشخص بشه. من برام آقای حاجیلی، شیدای خلیق عزیزم و آقای آصف تا صحبتاشون رو بشنوم مشکوکم. چالش؟ بفرم. من تا همین الان شما نشستین اینو بگم که با لایک و دیسلایک به من نشون بدین خانم مونا. برای استلام شما دستون آوردین بالا یا نیاوردین بالا؟ آوردین بالا؟ با تأخیر آوردین یا سریع آوردین بالا؟ سریع آوردین بالا. باش، مرسی. همین می‌خواستم تو ذهنم چیز زد. پس بفهمی حرفه‌ای یا نه؟ چون اگه می‌زنه بود خودش می‌فهمید دیگه. اگه حرفه‌ای بود که اصلا استلام نمی‌خواست. میگم که یه گفت با تأخیر آوردی یا نه، می‌خواست اینو بدونین. خوب زده حرفه‌ای. اگه آصف نبوده باشه خوب زد. من نمی‌خوام حرف تکراری بزنم. بنابراین میرم سر اینکه حالا اگر بخوام رد خون بگیرم، آقای حسینی شما همچنان مشکوک هستی، مشکوک‌ترم داری میشی، حالا با توجه به فایتی هم که داشتی اولش با آقای اشکان دلاوری، همچنان من خواهش میکنم که کارآگاه، حالا بچه‌ها آمار به کسایی که توانمندی دارن آمار بگیرن، یه ذره کمک کنن به این شهر ناآگاه. به اضافه اینکه شیدا جانم، من میدونم که اگر شهر باشی خیلی شهر رو خوب بازی میکنی و اگر شهر باشی برای من ثابت، چه پشت دستت بازی میکنم، ولی این احتمال هم میدم که چه زودیاک باشی چه ما، وقتی هم مافیا میشی خیلی خوب شهر رو بازی میکنی، اما چون سایدت با سروش، آقای سروش رفی متفاوته، دلم میخواد که الان تارگت بهت نزنم و خواهش میکنم که خودت هم یه ذره در واقع یاری کن توی این قضیه. فاطمه خیلی برای من ساکتی. فاطمه چجوری اینا شنیدن پس بازیو؟ من بلند شدم گفتم اتفاقا شیدا وقتی که اینجای بازی سفید میکنه جرأت اینو داره شهره. اینا همه بلند میشن میگن چون سایدت، چون سروش به تو تارگت زده. آقای حاجیلی عزیزم، من خیلی دلم میخواد شما شهر باشیم، ولی نمیدونم الان فکر میکنم که یه ذره برام، نمیدونم چرا مشکوکی. مونا خیلی مشکوکی، با اینکه داری فکت میاری کمک کن، مشکوکی. من به تو هم تارگت میزنم. بله، دوست قد بلندم. چالش هم برای شما. بله صحبت بچه ها، به نظرم الان دیگه داریم میرسیم دیگه آخرش، دیگه باید یه جمع‌بندی بکنیم، چون الان ما یک مافیا بیرون داریم. از هیچی هم نترسید، از هیچی نترسید. که الان ببین، الان من یه صحبتی میخوام درباره آقای ابوطالب انجام بدم. به نظر من ابوطالب موقعی که روز اول میگه من اوشنو میخوام، من نمیدونم، یا مافیای خیلی، نمیدونم، اگه مافیا باشه که خیلی کار بدی کرده، سری گفته اوشن با من بیدار شه، ولی چون گفت اوشن با من بیدار شه، بچه‌ها بهش فکت شر میخوره. ماشاءالله بهش فکت شر میخوره وقتی که میگه اوشن با من بیدار شه. چرا دارید میریزید رو این بند خدا؟ من موندم. سری جمعش کنید، سری اجماع کنیم یک نفر بره بیرون. برای اینکه بازی سری جمع شه و به حرف آقای بیرانوند عزیزم احترام بذاریم، که من خیلی ایشون رو دوست دارم، میریزین رو ابوطالب. تمام کسایی که الان روی شهری آقای ابوطالب لایک دادن بلا استثنا برا من میشن مافیا. کاش مینوشتم. نه نمیشه. خانم مونا، شما دیروز فقط به آقای شهرام قائدی تارگت زدین، به آقای سروش رفیعی تارگت نزدین. شما دارین از آقای ابوطالب که سیاه بازیه حمایت میکنید. اگه یار رو میخوای بفروشی، بذار یه ساعتی که یه قیمت خوب بشه فرو. الان این قیمت ها خراب میشه، بازارش الان نبود، بازار فروش یار الان نبود. فقط اگر که آصف حرفه‌ای باشه از من صدا شنیده. دوستم نم زودی ها کیه؟ زودیاک یکی خانومه به نظرم، چون اینکه تو بنویسی شیطون بعد زیرش خط بکشی، این کاری یه آقا نیست. شهرام هم میتونه. شهرام هم شاید. چالش دوستان ببخش. قبل شما صحبت کنم. بفرمایید. حس میکنم مافیا چون یه یارشو از دست داده،
یه مقدار آشفته شده. من شدم تارگت شهر، یهو یک و دو و آقای خیابانی و چهار نفر، بعد شما یه رأی یک و دو میدی؟ اجازه بده قبول نکنم ازت که دیشب خواب بوده باشی. من متوجه نمیشم. حالا آقای بیرام یه دندقب گرفت. من ببین به اشکان تارگت نزدم، گفتم من از خانم میرامینی و شما کم و بیش میپذیرم، از تو نمیپذیرم راجع به اوشنی صحبت کنی. تارگتی بهش نزدم، رأی هم نردم. من به شما دو عزیز رأی دادم، آقای بیرام و آقای حاجیلی، که دوست داشتم توضیحتون رو بشنوم. بیاید تو دفاع، رأی دو هم نمیدادم. اصرار شما به رأی دو رو نمیفهمم. اصرار شما به رأی دو رو واقعا نمیفهمم. خب آقای آریا، سروش برای شما مافیا بود؟ راجب آقای سروش صحبت کردیم. خب ببینین آقای حاجیلی، وقتی شما بلند میشین آقای ابوطالب رو تارگت میکنی سر بیرون رفتن اشکان، و شاید تو مونا رو تارگت میکنی سر اشکان، آقای اشکان تارگت آقای سروش هم بوده بچه ها، و برای ما از روز ناآگاهی آقای سروش حتی یه تارگت درست هم نداشت، و اگر امروز بیرون نمیرفتم من میخواستم بلنشم بگم آقا یعنی چی دو تا خانم به دو تا خانم تارگت زده، پس از این ور به اون ور من تارگت میکنم، مگه میشه؟ بچه ها من نمیدونم، ولی حالا شیدا میتونه بهتر اینو توضیح بده، ولی اینکه همون اصرار شما سر رأی خروج به آقای ابوطالب، الان کل شهر داره آقای ابوطالب و شهر میبینه آقای آریا، این اصلا نمیدونم. و آقای خیابانی، شما هنوز روی دنده عقبتون از آقای قائدی توضیح ندادید. ایشی در مورد بمب پرف نزد. من منتظر اونم. دوستان کسی چالش میخواد؟ یه خوراک مافیاست دیگه الان. خب. به نظر من اولین کسی که خیلی جدی آقای ابوطالب رو خلق میکنه آقای حاجیلیه. آقای حاجیلی بعقیده من بسیار مشکوکه. آشفته شده. آقای حاجیلی شما پلیر بسیار خوبی هستین، من اینو از شما نمیپذیرم که آقای ابوطالب رو تارگت بکنید، اصلا من اینو نمیپذیرم، برای اینکه آقای ابوطالب و آقای آصف جز اولین کسایی بودن که دوستان تو این شهر اوشن خواستن تا کیاس، باید باهاشون بریم و بهشون دست ندین. اینا شهروندای ذهنی شما بد باشن. از اینکه شما روز دو به آقای ابوطالب تارگت میزنید من از شما نمیپذیرم. میتونید زودیاک باشین، میتونید مافیا باشین. من فاطمه جان، مونا، من اول چالش گرفتم، مونا رو تارگت کردم، مونا بلند میشه صحبت میکنه، صحبتش به نظرم اینجا شهروندی میاد، ازش دنده عقب میگیرم، ولی تو ذهنت الان آشفته است. تو راجع به آصف حرف میزنی، راجع به آقای خیابانی صحبت میکنی، و اینم آشفتگی داره به عقیده من. دوستان من پیشنهاد اجماع برای آقای حاجیلی دارم امروز. آقای خیاب، خب شاید بازیمون بشه با هم. آقای آصف، شما خواننده خیلی خوبی هستی، من خیلی موزیکای شما رو دوست دارم، ولی الان در حال حاضر داریم فالش بازی میکنیم جسارتاً. سری پیشم گفتم اینکه اصرار دارین به کسی که درخواست اوشن کرده که رأی یک و دو قطعی میخواییم بهش بدین، یعنی مافیایی هستی که فقط میخوایی الان یکی رو بدی بیرون بازی. خب بنابراین شما بسیار مشکوکی، آقای حاجیلی هم برای من مشکوکه، اما حالا این دوتا دوست عزیز رو که داریم، ولی خانم میرامینی دو دست پا میشه به من میگه که مونا بازیکن خوبی هستی، داری فکت وارد بازی میکنی، اما کمک کن. خب من چه کمکی از دستم برمیاد؟ نمیتونم نقشم رو شو کنم اینجا که، درسته؟ کمک من فکت آوردن به عنوان یه شهروند، کمک میکنم از بین حرفا اگه نکته‌ای هست به شهر اضافه بکنم. اینکه از همه یعنی یه ترسی داری برای تارگت زدن، میگی آقای آصف شما اینجا مشکوکیم ولی من به شما تارگت نمیکنم، تارگت نمیزنم. آقای حاجیلی شما مشکوکی ولی من به شما تارگت نمیزنم، بعد به منی که شهرم تارگت میزنی، این برای من شما رو مشکوک میکنه. از اونجایی که من خیلی به خانم خلیق توی این مسابقه اعتماد دارم و ایشونو سفید مطلق میبینم، کاملا موافقم. معذرت. اصلا ایرادی نداره. ببین توی مسابقه ورزشی یکی میخواد شوت بزنه، لحظه شوت تصمیم میگیره پاس میده، عوض میکنه فکرشو. یکی میخواد پاس بده، پاس نمیده شوت میزنه، میخواد پاس به عقب بده سانتر میکنه، میخواد کورنر بزنه، چه میدونم. به هر حال دیده علیرضا میدونه، بچهای فوتبال میدونن دیگه، لحظه به لحظه تصمیمش تو مسابقه عوض میکنه. اینکه من عوض کردم تصمیمو و از آقای قائدی عقب نشینی کردم، اینها این بمب جلوش رو به روش معلومه،
یا مافیا جلو خودش بمب گذاشته که تقریبا میتونم بگم صفر احتمالش، تقریبا صفر احتمالش، یا اینکه مشخص کرد که من راست گفتم که سفیدش کردم دیگه. پس همچنان من الان میگم که آقای ابوطالب باشه فعلا کاری ندارم، اما موافقم با خانم حریق اجماع کنیم آقای آجیلی رو از بازی بیرون کنیم. استاد اجماع جمع کرد. این چرا به امید دیسلاک میدم؟ برای اینکه وسط باز بازیه، الان به صلاح شهر نیست، سیاهه ولی وسط بازه، داره با شهر بازی میکنه. الان از این کره نگیرین که این دنبال مافیاست و فلان، نه فقط دارم توضیح میدم که چرا دیسلایک میدم. آقای بیران چرا دیسلایک؟ چون وسط باز بازیه، تا اینجا با شهر اومده. چالش بی موردشو در مورد خانم مونا دقت کردی؟ شما لایک دادی وسط تا زد و نقیز دیگه، که کاری به امید آجیلی نداشته باشین. به نظر ما آدم مطمئن تری داره. برای استلام شما دستون آوردین بالا یا نیوردین بالا؟ آوردین بالا؟ با تاخیر آوردین یا سریع آوردین بالا؟ سریع آوردین. باش مرسی، همین رو می‌خواستم بزنم. نمی‌خواستم. بچه‌ها یکی تقاضای اوشن کرده، اوشن یه آدمی رو بیدار کرده، حرفه‌ای که نمیتونه اونجای بازی بزنه، دو نفر رفتن بیرون، یه مافیا بوده، یکی هم اوشن اشتباه بیدار کرده. خب توضیح بده دیگه، اگه این نیست، اگه این نیست توضیح بده. آقای اشکان دلاوری نسبت به آقای ابوطالب گارد میگیره، بعد از یک جایی باش همراه میشه. خب چرا نمیتونه آقای اشکان دلاوری اوشن باشه؟ اینم یه فکت در بازی دیگه. شما به آقای خیابانی کاملا اعتماد دارین، میگین که بر اساس این که من هی برمیگردم حرکت میکنم دنده عقب میگیرم درسته، ایشون به خاطر این که تا ابد میخواد رو پنج تا تارگتش بمونه درسته. هر دو شهرن شدنی نیست الان اصلا. ما فقط الان باید رد خونه آقای دلاوری روی مونا، خانم مونا کرمی رو بگیریم. اصلا من کجای بازی بودم که بمب گذاشتین جلو من نامردا؟ بابا واویلا خیلی واقعا. خواهی میکنم. خواهی میکنم. بفهم. عجیبن غریبا. من دوستان چالش داشتم. شیدو در توضیح حرف تو من اصلا ذهنم آشفته نیست، ولی انقدر الان دیتا داره تو مغزم میچرخه از روز قبل، از روز ناآگاهی و تا به امروز، و انقدر هی همه دارن حرف زن و یهو حدیث میگه که چه چالش نمیگیری حرف بزنی. خب من دارم یه سری دیتا ها رو تو ذهنم میشتم و یه دقیقه وقت دارم که راجبش صحبت کنم. آقای قائدی یعنی چی که اوشن میتونه اشتباه بیدار کرد؟ خب مافیا رفته بیرون، یک مافیا رفته بیرون. خب مافیا رو فقط حرفه‌ای میتونه تو شب بزنه دیگه، غیر از این که نمیتونه باشه. با این حرف شهرام ممکنه محافظ بلند نشه واسش. خب ممنونم، بحث های خیلی جذاب و چالشی بود. اگر بمب در شهر نبود الان میرفتیم سراغ رأی گیری، اما بمب داریم. پس دوستان به خواب نیمروزی زود هنگام میریم. لطفاً ماسک‌ها رو به چهره بزنید. ماسک‌ها رو از بالا و پایین کامل و دقیق به صورت بچسبونید که عدالت کاملاً در سیسیل رعایت بشه. مخاطب من در این لحظه فقط یک نفره، آقا یا خانم محافظ. اگه آقای خیابانی باشه بلند. اگر کماکان در شهر با ما هستی، آیا مایلی از یکی از قابلیتات، یعنی امکان خونسا کردن بمب استفاده کنی؟ قابلیت دیگه اینه که تو همواره یک نیروی برابر جلوی زودیاک هستی. آیا بلند میشی؟ آیا کسی رو که ممکنه فکر کنی شهرونده جونش رو نجات میدی به من بگو، اعلام کن لطفاً. اگر مایلی ماسکت رو بردار و به من اعلام. ابوطالب بلند نمیشه. ابوطالب البته نمیدونم شهرام چی میگه. متشکرم، متوجه شدم. دقیقا آخرین لحظه شهرام ابوطالب رو سیاه کرد. تقریبا به این چه رسیده بودن که ابوطالب شهر. اتفاقا اون به نظرم از گیجی شهروندیش میومد، نمیدونم اگه زودیاک نباشه که نیست. از خواب نیمروزی برمیخیزم. شهرام جان خودت یا خودت فس خود تو در میاره. خب میشه صحبت کنم؟ بله حتما. الان من واقعا انقدر آشفته شدم به خاطر این حرکت که این چیز به این وضوح رو نتونستم تشخیص بدم و خیلی زشت بود. مرسی. پس شما عذرخواهی میکنم. درسته
درسته واقعا، ولی انقدر این موضوعات پیچیده تو ذهنم که نتونستم درست اون لحظه تصمیم بگیرم. واقعا هم نمیخواستم محافظ بر من بلند شه. من این جمله رو یادم رفت، یعنی نمیدونستم که در خواب نیمروزی اتفاق میفته. فکر کردم دوباره یه تایمی دارم که میتونم بگم محافظ این کار نکن، به نظرم باش تا برای زودیاک یک حربه ای باشی. نمیدونم، معمولا 50-50 شانسم یا چیز، باید یه عددی رو بگم. ها قبلش بگم که تقریبا 90% میدونم که آقای حاجیلی سیاهن و بیشتر به این میزنه بازیشون که جسارتا با احترام شما زودیاک باشین. همچنان نظرم رو این هست که میتونیم همچنان شیدا خانم خلیق به آقای ابوطالب شک داشته باشیم و حالا بازی کنیم. به هر حال بعد از رفتن من جسارتا اون میز همچنان سنگینه. اگر که من اعتماد کنم در این لحظه به شما که تا 3 ثانیه قبلشون رو تو گروهتون میدونستی و الان زدیش کنار و آقای بیرانوند، به نظر من خانم کرمی سیاهن، آقای حاجیلی زودیاکن، بسیار ابوطالب تو این جای بازی برای من مشکوکه. ارفعی کیه؟ ارفعی آصف باشه میبریم بازیو، چون بلند میشه اشتباه میزنه. آره ابوطالبو میزنه. اگه ارفعی آصف باشه از من چیز گرفته، از من صدا شنیده. عدد کد رو به من اعلام کن. 1 رو انتخاب میکنم. شهرام قائدی برای خونسا کردن بمبی که در سیسیل گذاشته شده کد 1 رو انتخاب کردن. منتظر میشیم و میبینیم که چه اتفاقی میفته. 1 2 3 هر کی که خواست پشت سره پرد بذاره. متشکرم شهرام و عزیز، به اتاق مردگان میرن. اون شما. متشکرم. اهالی سلسبیل ببخشید سیسیل، خدا حافظ. متشکرم. گوشت شیرینه. هر کی که خواست پشت سرت حرف بزنه. گفتم نه. فالش خوندم نه. خیلی مخلصی. اگه رد خونی بخوام بگیرم از اشکان شما رو میرم، ولی فعلا کاری ندارم چون نمیدونم کی بوده. لایک دیسلایک؟ لایک و دیسلایک نمیدیم، من بدونم گفته نگو. ببین چرا به امید دیسلایک میدم؟ برای اینکه وسط باز بازیه، الان به صلاح شهر نیست. آقای اشکان دلاوری نسبت به آقای ابوطالب گارد میگیره، بعد از یک جایی باهاش همراه میشه. خب چرا نمیتونه آقای اشکان دلاوری اوشن باشه؟ جونش رو نجات میدی به من بگو، اعلام کن لطفاً. اگر مایلی ماسکت رو بردار و به من اعلام. وای شما که مافیا بودی براشون ببر. جان من چی بودی؟ شما که مافیا بودی براشون ببر که آل کاپون. خاک تو سر من که به تو دور از جون. نه اوشن بودم. ساب پالوده چی بودی؟ من اوشن. جون من تو چی بودی؟ به جون تو من اوشن. تو چی بودی؟ آل کاپون. منو زدن دیدی؟ بگیریم بزنیمش اینجا دوتایی؟ خب تو همینجا شده آبرومند بازی کردیم. چرا نخوردیم؟ من نیستم. نه میخوب بوم برای ابد از سیسیل خارج شد. حضور شهرام در بازی واقعا لذت بخشه، واقعا بسیار شیرین و جذاب. امیدوارم که در اتاق مردگان بهش خوش بگذره و سروش از فالوده شیرازی بهش بده با. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نفر در شهر هستیم. با 5 رأی یا بیشتر دوستان وارد دفاع خواهند شد. ابوطالب. سرای. بیرو. 0 رأی. امید. 1 2 3 4 5 6 7 رأی داخل دفاع. خانم مونا. 2 رأی. خانم حدیث. 0 رأی. آصف آریا. 1 رأی. خانم فاطمه.
صفر رای خانم شیدا، صفر رای آقای خیابانی، صفر رای تک دفاع امید حاجیلی. خب مهمترین دفاعی که میتونم داشته باشم تو این لحظه اینه که اینجای بازی 7 نفر به من رای میدن. خب مافیان داره رو موج سوار میشه، زودیاک هم داره سوار میشه، خب همین اتفاق میفته دیگه. چه جوری میشه؟ یعنی من یار فروختنی هم که همه به من رای میدن به جز آقای آریا؟ خب خیلی عجیبه. آقای ابوطالب پا میشی میگی ایشون فقط راجع به قدش حرف زد. خب تارگت داشت، سروش هم که به اعتقاد من مافیا بوده تارگتش بوده، چرا میگی فقط پاشودی راجع به قدت حرف زدی؟ خب این عجیبه از شما. پا میشی فقط از من توضیح میخوای، توضیحی که اگر خودت اینجا نشسته بودی حتما راجع بهش حرف میزدی. اگر حرف نمیزدی عجیب بود به عنوان شهر. خب معلومه که من ذهنم به هم میریزه بهت میگم که مافیای منی. خب چیکار کنم؟ من نمیدونم، مجبورم بگم اون چیزایی که به ذهنم میرسه راجع به مافیا باید حرف بزنم. اگه فکر میکنید من مافیا، منو ببرید بیرون. ولی اینجای بازی 7 نفر به من رای دادید، دیگه خودتون فکر کنید که من میتونم مافیا باشم یا میتونم شهر باشم. دیگه از این بهتر نتونستید منو تهمه کنید، خودتون میدونید. شما شدی استخونه تو گلوی مافیا. یعنی اگر شهری، خب یه جوری بازی کن من به هم نریزم که اینجوری تارگت بزنم. آقای خیابانی منو سفید میدونن، بعد تو میشن رو حساب صحبت خانم خلیق از رو شما برمیگردن، یهو شما میشی سفید، من میشم تارگت. خب نمیدونم، خب همینجوری داره به هم میریزه. مافیا مافیای قویه، همینجوری داره هم میزنه. اگر فکر میکنید من اینجای بازی 7 نفر رو من رای بدم، من مافیا، منو بدید بیرون. مرسی. ممنونم. لطفا کماکان بیستید. 8 نفر امکان رای دادن دارن، کماکان با 5 رای یا بیشتر. امید جان به اتاق مردگان راه سپار میشن. صحبتاشون رو شنیدیم. بعد از شمارش من لطفا خیلی دقیق و درست اگر که میخواید رای بدین دستتون رو بیارین بالا. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 امید جان وصیت شما رو میشن. وصیت خاصی ندارم، بعد اینکه استلام بگیرید متوجه میشید. بعض شهر خوبه، بالاخره یکی باید بره بیرون. اشکال نداره، فدای این شهر میشم، بعدش استلام بگیرید میبینید چقدر اشتباه کردید. مرسی. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم امید جان عزیزم. خیلی متشکرم. زدم. بعدم زدم. گفتم با هم خوش میگذرونی. ماشاءالله. نگفتم. آی حاجی اشتباهت شد. آی حاجی دیدی گرفتم نیست. اینو ماشاءالله دوست داری. دیدی چه چیزی گرفتم؟ چه چیزی گرفتم؟ حال کردی. از روز اول گفتم تو سیاهی. تو مافیا بودی؟ اولش که منو سفید کردی. تو مافیا بودی؟ بچه گفتی زودیاک. زودیاک کیه؟ بیرو. نه تو خیلی شهر بازی میکردی. من شهر بودم. خب به شب شماره 2 میریم. اولین شبی که زودیاک هم امکان شلیک خواهد داشت. لطفاً ماسکا به چهره. ماسکا به چهره. با اعلام من 5 4 3 2 1 در سیسیل شب می شود. کل اعضای مافیا بیدار. چقدر تنهایی فاطمه مسعودی فر. متوجه شدم. انتخاب شعبده باز. ممنونم. فرصت نهایی برای مشورت اعضای مافیا. مافیا بخوابن. ماسکا به چهره. دکتر بیدار شد. نجات امشب رو به من اعلام.
متشکرم. دکتر بخوابه. استعلام کارگاه. ممنونم. بخوابید لطفاً. حرفه‌ای بیدار. ممنونم، متوجه شدم. حرفه‌ای بخوابه. تفنگدار بیدار شو. تفنگی رو اهدا می‌کنید؟ متشکرم، بخوابید. زودیاک بیدار شو. اگر در بازی هستی لطفاً بیدار شو. هم امکان شلیک داری و هم نامه. متشکرم، متوجه شدم. اوشن به تنهایی بیدار شد. آیا به اجتماع اوشنی ها یاری اضافه می کنی؟ ممنونم، پس یاران قبلی اوشن بیدار شن. فرصت شور و مشورت. متشکرم، یاران اوشن بخوابن. ماسکا به چهره. نفری یک دست جلو. صاحب تفنگ رو مشخص میکنم. هر زمانی که اراده کردید میتونید شلیک کنید. متشکرم، دستا رو بندازید. صاحب تفنگ با لایک به من نشون بده که متوجه شده. ممنونم. با اعلام من 5 4 3 2 1 روز می شود. نوشیدنی نمی خورید یعنی؟ حالا هیده و بانده اگه نمی خواهید فرشیده هم نمی خواهید؟ نمی فهمم واقعا جان؟ ببین این اون رفیقیه که من دنبالشم. میگه تغییر جدید داشتین، یعنی داره توجه میکنه، درگیر این بازی نشده. مافیا و زودیاک اینا زیاد اومده و رفته، اما این پیرن رو ببینید، ستش با این جوراب به نظرم ترتیب کردن. ممنونم آقای ابوطالب، شما در هر حال میمونید تو این بازی. خیلی خوب میخندید، ولی ما اینجا گل داریم. شما که گل نمیخوری آقای، شما راحت بشینی. شما که بله، شما که گل نمیخوری دوستان. یک آقا، آقای آصف آریا به اتاق مردگان میرن. تشویقشون کنیم.
ممنونم آصف جان، لذت بردیم از بازی با شما. آفرین بچه، تو رو قرآن بریم یه جا دیگه. این اومد نان از شهر طبر. حرفه‌ای بیدار شد. باری کلا به حرفه‌ای. از من صدا شنیده. قنچه بودی شکفت. اجازه بده قبول نکنم ازت که دیشب خواب بوده باشی. میریزیم رو ابوطالب. تمام کسایی که الان روی شهری آقای ابوطالب لایک دادن بلا استثنا برای من میشن مافیا. حرفه‌ای بیدار شد. بله خیلی خوش آمدید. همان از شهر طبر. خیلی خوش آمدید. همان از شهر طبر. آصف درست زدی ها؟ دورت بیرون ابوطالب درست زدن؟ الان میاد بیرون. آی من قربونه درست اشتما زدن؟ نهی نزدی ابوطالب رو؟ آره الان ابوطالب میاد بیرون دیگه. واقعا میگی؟ نه اشتما زدن؟ نه آبا اشتما زدی؟ نه آصف خدایی بعد بازی کرد. بابا الان میاد بیرون درست زدی. خب از یک فرصت استعلامتون تا الان استفاده کردید، دومی رو میخواید؟ رأی میاره. تا الان پنج نفر از بازی شما بیرون رفتن که از این پنج نفر سه شهر و دو مافیا هستن. ماشاءالله. خب پس کماکان یک مافیا و یک زودیاک در سیسیل ما به زندگی خودشون ادامه میدن. خیلی خب سر صحبت ابوطالب بود، با خانم منا شروع میکنم. کسی چالش میخواد؟ خب من یه چیزی تو ذهنمه، نمیدونم، اونم اینه که ممکنه آیا آقای آصف حرفه‌ای بوده باشه که منی که تارگتش هستم رو بزنه. این خب این یه احتمالیه که تو ذهن من. به نظرم الان میشود به آقای ابوطالب یک نگاهی داشت، برای اینکه اوشن دیشب کسی رو بیدار نکرد. پس این میتواند دلیل این باشد که باز ممکنه که اوشن در بازی وجود نداشته باشه. اما من روی صحبتم الان با اون یه نفر مافیاییه که تو شهره. دوست نازنینم، اینکه کسایی که تارگت های من هستن و اونا هم تارگت میکنن من رو نشانه میگیری هر شب، دلیل نمیشه که روز شهر ناآگاه رو بخوای یه کاری بکنی که تارگت صدشون بشم من. من همچنان مشکوکم در حال حاضر. خانم میرامینی هست و آقای خیابانی یه نکته دارم جسارتاً. من روز قبل یه صحبت رو کردم که خانم خلیق با من موافقت کردم و قرار شد ما با هم بازی بکنیم. اینکه شما در زمان رأی‌گیری منی که اصلاً اسممو نیاوردین، حتی جزو تارگیتاتون هم نبودم، با فکتی که ایشون رو سفید داری، با اون فکت من رو سفید نمیدونین و به من رأی میدین، جسارتاً شما رو در حال حاضر برای منم مشکوک میکنه. منتظر میمونم صحبتاتون رو بشنوم، اگر نیاز بود چالش میگیرم. بفرم. پاسخ سکا خانم اینه که خب من به شما رأی دادم به خاطر اینکه موقعی که اکثرا شما یه تارگت داشتید، سروش رو به عنوان مافیا معرفی کردید، اما وقتی که رأی گرفتیم به سروش رأی ندادید و من به همین خاطر بود که احساس کردم که شما بالاخره شب بوده، چشم باز کردید، دیدید با سروش همراه بودید و شاید به خاطر همین بود، فقط همین، وگرنه دلیل دیگه ای نه. فقط خواستم بگم که جهت تنویر افکار عمومی، نه تشویش. شیدا مونا منو تارگت میکنه، بهش لایک میدی، تو زودیاک میشه یا مافیا برا من. اصلا من از من تابلوتر وجود داره برای شهر؟ تو که با من بازی که من با تو بازی کردم مونا، تو شهری نیستی که اگر من اونم من تارگتت کنم تارگت بک کنی منو. اگر شیدا یا نمیدونم یه بازی کنی که خیلی این کار از این کارو بکنه، ممکنه تو این کارو بکنی، ولی من با تو بازی کردم. بعد اصلا امکان نداره که تو بر اساس فکت، بر اساس هر چیز دیگه ای، اونم بازی کنی با بازی تو بخواد به من تارگت بزنه. من آیا به این میخوره مافیایی باشم که یه نفری تا اینجا رسیده باشم؟ نه واقعا. و آقای خیابانی واقعا نه. من خواهش میکنم، البته یه چیزی بهتون بگم، من دوست دارم به عنوان شهر بمونم، فقط به علت اینکه تعداد زیاد شه.
وگرنه خیلی هم کاری شاید از دستم بر نیاد، شاید پیش برنده ماجرا نباشم. در درجه اول مافیا باید بازنده شه و بعد اون من همیشه چه مافیا هم باشم دوست دارم شهر برنده شه. الان شهرم و واقعا دلم میخواد حالا که تا اینجا اومدم شهر برنده شه. آقای قائدی شهر بود. من خیلی معذرت میخوام آقای قائدی که به شما گفتم، ولی من اینو نمیفهمم که چرا دو تا شهر وای میستن روبروی هم دیگه، مثلا مثل من و آقای قائدی، و اصلا ذهنا رو منحرف میکنن. این از یک بازیکنی که تقریبا مثل شما خیلی حرفه‌ای نیست برمیاد. بنابراین من شهرم. شیدا من شهرم، فاطمه من شهرم، مونا خیلی مشکوکی. من فکر میکنم اون یکی مافیا یا زودیاک تو باشی. کمی صبر کنید لطفاً. عذر میخوام. کمی صبر کن. یک شدم. خانم حدیث عزیز. ببخشید. ارادت. خودتون فکر میکنم. من دوست دارم به عنوان شهر بمونم، فقط به علت اینکه تعداد زیاد شه. وگرنه خیلی هم کاری شاید از دستم بر نیاد، شاید پیش برنده ماجرا نباشم. بنابراین من شهرم. شیدا من شهرم، فاطمه من شهرم. خودتون فکر میکنم میدونید به چه دلیلی، اما اشاره احتمالاً کردم. احتمالاً. خیلی ممنون. خواهش میکنم. به اتاق مردگان میرید. خیلی ممنونم که با مهربانی میپذیرید. متشکرم. سلام علیکم. چی شدی حدیس؟ چی گفتی؟ نمیدونم ولی احتمالاً یه اشاره کردم. چی بود؟ تو چی بود؟ چی گفتی آخر؟ من که شهروندم. آخرین جمله چی بود؟ چه شهروندی بود؟ شهروند چی بود؟ چی بود؟ شهروند دو. ساده. من شهر بازیه. Are you mafia؟ خب اون که میگی من شهرم. تو مافیایی؟ ببخش. خواهش میکنم. خب دوستان چالش کسی میخواد بفرم. اینقدر بحث شهر خوبه که یه دونه شهرم بهتون آوانس دادیم تقریبا با اون یه دونه مافیا هم. خانم مسعودی فر، تا الان نه اسمتون اومده نه فکت وارد کردیم، برای من خیلی عجیبه. حالا اصلا با مافیا و زودیاکش کاری ندارم، ولی حرفی نشینم که شهروندی ازتون بگیرم. من الان یه شهر دارم خانم خلیق و همین، بیشترم چرا شهر رو گمراه کنم. و دوست دارم سربسته بگم سوار اون اتوبوسه بشم که دیشب استراحت داشت، امروز منم سوار کنید لطفا. آقای ابوطالب ببخشید من اگه مثل بقیه فکت وارد نکردم، عذر میخوام، ولی در مقابل آقای حاجیلی بنده اولین نفر بلند شدم شما رو سفید کردم، گفتم آقای سروش که مافیای ما بوده آقای ابوطالب رو تارگت داشته، به جای اینکه رد خون آقای اشکان رو از آقای ابوطالب بگیریم، میتونیم برین از آقای سروش و بقیه نیز بگیرید. ببینین دوستان، ما الان 6 نفریم، یه زودیاک داریم، یه دونه هم مافیا. مونا تو وقتی میگی که تو گفتی که آصف حرفه‌ای بوده که اشتباه زده، شب زوج مگه نبوده بچه ها؟ شب زوج بوده، زودیاک شاد داشته دیگه، درسته؟ چرا لایک و دیسلایک نمیدین؟ خب دیگه پس یا شاد قطعا زودیاک بوده دیگه، حرفه‌ای نمیتونسته آصف باشه. آقای خیابان من خجالت میکشم بهتون تارگت بزنم، روز اولم گفتم که اگر به شما شک داشته باشم نگه میدارم، آخر که تعدادمون کم شد بهتون تارگت بزنم. بچه ها تعداد شهر خوبه، مناسبه، آقای ابوطالب، شیدا جان، آقای بیرام و شما و شما، اگر گره ذهنیتون الان در این لحظه من میتونم برم بیرون، واقعا مشکلی با این قضیه ندارم. تارگت جدی من امروز یعنی از روز اول آقای خیابانی. چالش من برای آقای بیرام بعد من بگن لطفا. دوستان من آصف آریا رو سفید داشتم، تنها کسی بود که با آقای حاجیلی رأی نداد، پس اون یکی یار آقای حاجیلیشونو فروخته توی رأی گیری. من به حدیث جانم شک داشتم، ازشم عذرخواهی میکنم، ولی فاطمه تو مشکوک میشی چه برای زودیاک چه برای ماف. آفرین شیدای باهوش. هم خیلی آرومی وقتی که شهر باشه، خیلی جنگجوتر به نظرم بازی میکنی. من میخوام سفید کنم دوستان آدم ها رو. من آقای ابوطالب رو به فکت اوشن خواستن سفید دارم فعلا، من آقای بیرانوند رو سفید دارم فعلا، من آقای خیابانی رو
فعلا سفید دارم، خودم هم که میدونم کارتم چیه. مونا جانم با عرض احترام، تو میتونی زودیا که بازی باشی؟ یعنی بین شما دوتا من دنبال سیاه ها میگردم فعلا. من بین شما دو عزیز دنبالش میگردم. اجازه بدید من یه صحبتی با شما بکنم که مافیا اینجا سوتی میده. کی سوتی میده؟ فاطمه خانم. چی میگه؟ میگه آریا رو زودیاگ میزنه، پس مافیا میدونه کی رو زده و نرفته بیرون. صد؟ تو صد مافیا؟ تو که اصلا زودیاگ داری بازی میکنی، فهمیدی؟ حرفم گوش میچی میگم؟ شما الان گفتید که آریا رو زودیاگ زده، شب مافیا میتونست یه نفر رو بزنه، پس شما آریا رو نزدید، شما یه نفر رو زدید که نرفته بیرون. من مطمئنی و با قاطع گفت پاتن گفتی که آریا رو زودیاگ زده. ببین شما واسه من سیاه میشی همین الان، اجماع خانم فاطمه بالا، شما که زودیاگ. باری کلا بیرو، خدا وکیلی بیرو میبره به نظرم. باری کلا بیرو، شیدا به بیرو دست نده. باری کلا بیرو، به خدا ثابت کرد که اون پنالتی رو الکی نگیره. من میشه چالش بگیرم از شما؟ ببخشیدا، معذرت میخوام آقای بیرامن، من فرمودم یا گفتم یا، بعد گفتم قطعاً زودیاک زده. میدونی چرا؟ چون وقتی شب زودیاک ما یک کشته داریم، پس یعنی شات مافیا توسط دکتر سیف شده است و اون کس که از بازی میره بیرون قطعاً شات زودیاک دی. بچه منم اشتباه میکنم؟ خب شات زودیاک رو که دکتر نمیتونه سیف کنه. آقا شب زوج، شب زودیاک یک کشته داریم، پس قطعا مال زودیاکه. چه سوچی؟ خوبه واقعا، من فکر میکنم که مافیا به دست و پا افتاده، داره تلاش میکنه که بالاخره توی این اقیانوس که گرفتار شده یه جوری خودش رو نجات بده. میدونی من الان کاملا با خانم خلیق موافقم، توی استادیوم علی جی میگم یعنی روبرو آماده باشه. آره آماده باشیم برای رای گیری نسبت به این دو تا خانم. چون کاملا اون گوشه نشستن زودیاک یا خانم کرمی هستن یا فاطمه خانم. به نظر من به حال یعنی سیاه‌ها این دو تا هم دیگه، ما چهار تا که معلومه سفیدی، شک نمی‌کنیم که سفیدی. بنابراین الان به نظر من بچا روی اونی که فکر می‌کنیم زودیاکه زوم کنیم، زودیاک اول بدیم بیرون. من موافقم، باش میگه اول مافیا رو بدیم بیرون، بعد ما دیگه بشینیم ببینیم که با اون زودیاک چیکار کنیم. شاید خانم میرامینی زودیاک بوده باشه. بس علی رضا من هستم و ابو طالب عزیز تو هستی و خانم خلیق با هم هستیم و این دوتا رو خلاصه یه جوری بالاخره یه بلایی سرشون میاریم دیگه. ببینیم چیکار میکنیم. یه تذکر کلی هم من بدم، خانم خلیق لطفاً صحبت نکنید. من صحبت‌های عادی رو میگذرم ازش، اما در جریان بازی در غیر از نوبت صحبت خودتون یا چالش اطلاعاتی وارد نکنید. این بار رو میگذرم، اما در ادامه اگر تکرار بشه ناچارم رأیتون رو بگیرم. بفرمایید. در ادامه شورای استادیومی میگه شهروند حمله کنی مافیا پیدا میکنی. حس میکنم که بهتون حمله شد، تا الان خیلی تو سکوت بودین، اصلا کاری به کسی نداشتین. آره بعد از صحبت من خودم هم میگم نمیدونم، ولی فعلا شما برای من سیاهی، بعد شما و بعد یه بار دیگه میگم که من دوست دارم به درخواست روز اولم توجه بشه و هنوز بیدار نشده. هنوز بیدار نشده باد. خب خدا رو شکر که شهروندا همدیگه رو پیدا کردن. چقدر بامزه است این بازی. فاطمه عزیزم، شما اول صحبت شروع کردی گفتی که من آقای حاجیلی رو معرفی کردم، خودم اولین نفر بودم. در صورتی که شما اولین نفر نبودی، من نوشتم اینجا اولین نفری که چالش گرفت صحبت قبل شما فکت آورد برای آقای آریا و آقای حاجیلی، اون چیزی که من خاطرم به من فکر کنم من صحبت کردم، دلیل آوردم، گوش کردم عزیزم. آقای بیرانوند و شیدای عزیزم، اجازه بدید. تفنگ دارید؟ بله. تایید میشه لطفاً تفنگ رو بردارید. دارن دارن. آماده ای؟ ببین فقط شلیک کنید. فقط آقای بیرون خدا نگهدار. به سمت فاطمه. خانم فاطمه بفرمایید بشینید لطفاً. شما هم همینطور. شلیک اتفاق افتاد و
خانم فاطمه رو تشویق کنید. به اتاق مردگان میرن. خانم اصلا راه نداره. راحتی چرا گلو ببر. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم از بازیتون. مافیا اومد. اینه که ننه‌شون به زور فرستاده نون بخرن. به تو گفتم هیچی نگو، خودم اکت کردم. تو چی بودی؟ تو چی بودی؟ حالا همه اینا رو گفتم. اصلا خانم مسئولی دست تو برام میاری بابا. شب اول منو میزنی. اونا رو که اول دست تو برام میاری. بفرمایید. خانم مونا ادامه بدید. ادامه بدم. شیده عزیزم، من شما رو همچنان شهر دارم، دلم میخواد با هم بازی کنیم، پس لطفاً شهروند تحت هیچ شرایط سمت من نیاد. این سمت تر ترافیک هم از جریمه میشین بده براتون. اصلاً تحت هیچ شرایط سمت من نیاد، چون خیلی بد میشه. واقعاً میگم ببین، اینکه شما روز یک یهو پا شدی دست پیش، یهو هنوز من صحبت نکرده بودم، دلایل منو نشینه بودی، گفتی اجماع امروز روی مونا باشه، با فکتی که از تو توقع نداشتم، این یه کوچولو منو نسبت به تو سیاه کرد. ولی الان دلم میخواد با هم تعامل کنیم. خب من زودیاکم هم دارم تو ذهنم حقیقتا، اما الان ما باید منتظر بمونیم. اگه موافقید که اجماع داشته باشیم، مشکوک من آقای بیرانوند هستن توی این لحظه، و آقای خیابانی که من حالا با ایشون افتخار بازی قبلا نداشتم، ولی من بازی ایشون متوجه نمیشم. چالش بفرم. مونا جان، فکر میکنم شما هم الان یه سوتی دادی. ببین من بلند میشم میگم یه مافیا داریم، یه زودیاک بین شما دوتا. خب الان فاطمه رو آقای بیرانوند روش گان کشیده، من شهروند نمیدونم که ایشون مافیاست یا زودیاکه، ولی شما بلند میشی فرض رو بر این میذاری که فاطمه مافیا بوده و میگی من زودیاک ذهنیمو دارم. خب رسمن داری به خودت اشاره میکنی مونا، من واقعا معذرت میخوام. یعنی دوستان، من یه اخطاریم به شهر بدم، به نظرم که اوضاع خوب است اگر که فرضیه ما راجع به مونا درست باشه. اگر نبود ذهناتون رو بسته نگه ندارین، من خواهش میکنم. من فکر میکنم که اگر مونا جان زودیاک باشه، ما این بازی رو میتونیم با شکوه ببریم. انشالله که همینطوری باشه. ببین تمام حرفا رو شیده خانم زد. مونا خانم فرار نکن. ببین فرار نکن. ما قبل اینکه من بلند شم فاطمه خانم رو بزنم، اصلا ما چهارتا رو شما دوتا بودیم، هم رو مافیا هم رو زودیاک. خب و من صحبتی که از فاطمه خانم شنیدم و سوتی داد و اعلام کرد که کی فلانی چی رو زده، من زدم و من مطمئنم مافیا هم بود تا یه جایی، چون الان ما دیگه نمیتونیم استلام هم بگیریم، ولی الان با رأی اجماع میکنیم مونا خانم بالا. متشکرم. پنج نفر در بازی کماکان هستند. دوستان با سه رأی یا بیشتر وارد دفاع خواهند شد. از خانم مونا شروع میکنم. خانم مونا، یا شیدا داره به خانم مونا. چهار رأی داخل دفاع. خانم شیدا یک رأی، آقا جواد صفر رأی، ابو طالب صفر رأی، علی یک رأی. تک دفاع خانم مونا. شیدا واقعا در عجبم از تو، واقعا. اگر شهری اصلا از تو نمیپذیرم بعد بازی، جدی دارم بهت میگم. همون فکتی که من الان آوردم برای فاطمه، میگم ممکنه به دلایل ایشون مافیا داشته باشم. الان آقای بیرانوند میگه تو لایک میدی، بعد منو زودیاک میخونی، من ممکنه که ایشونو مافیا داشته باشم. شیدا اصلا نیا سمت من اگه شهری. بچه ها خواهش میکنم همچین خطایی رو اینجای بازی نکنیم. بعد از این برنامه تحت هیچ شرایط ازتون نمیپذیرم. از روز یک من دارم براتون فکت میارم، از روز یک دارم برای شهر میجنگم. تحت هیچ شرایط شهروند، خواهش میکنم به من رأی نده. ازتون خواهش میکنم اگر میخوای ببری شیدا، اگر واقعا ساید سفیدی، اصلا از تو نمیپذیرم. من هیچ صحبت دیگه ندارم، فقط خواهش میکنم که شهر همچین اشتباهی رو نکنه. لطفاً کماکان بایستید.
دفاعیات خانم مونا رو شنیدیم. کماکان از بین 4 نفری که حق رأی دادن دارن، ایشون برای اینکه الان به اتاق مردگان برن به 3 رأی یا بیشتر احتیاج دارن. رأی گیری میکنیم. 1, 2, 3. لطفاً وصیت کنید. شیدا واقعاً ببین یه موج اشتباه راه انداختی و من متاسفم برای اون شهروندایی که در بازی بودن و به من رأی دادن. اگر زودیاکی در بازی بونده بود استعلام که دیگه نداریم متاسفانه. حالا بعد متوجه شیم، من اگه واقعا شهری ازت میخوام که برای من همچنان آقای بیرامند مشکوکه. زودیاکی اگر که باز من نمیدونم الان شیدا با کاری که کرد برای من سیاهه. در هر صورت آرزوی قلبی من اینه که شهر ببره. تا اینجای بازی هم تمام تلاشمو برای برد شهر انجام دادم. متشکرم از بازیتون، خیلی ممنونم. متشکرم. مونای عزیزم، من اگه رد خون اشکانو بخوام بگیرم شکم میاد سمت شما. شیده عزیزم، من شما رو همچنان شهر دارم، دلم میخواد با هم بازی کنیم. پس لطفاً شهروند تحت هیچ شرایط سمت من نیاد. این سمت طرح ترافیکم از جریمه میشیم. بله براتون. مونا جانم با عرض احترام، تو میتونی زودیاک بازی باشی. بعد منو زودیاک میخونی؟ من ممکنه که ایشونو مافیا داشته باشم. خب رسما داری به خودت اشاره میکنی مونا. من واقعا معذرت میخوام. شیدا اصلا نیا سمت من اگه شهری. بچه‌ها خواهش میکنم همچین خطاییو اینجای بازی نکنی. اصلا نباش. کجا میری میخوای تو زودیاک رو بکنی؟ مافیا بودی؟ خیلی خسته. به شب شماره 3 میریم. لطفاً ماسک ها به چهره. لطفاً ماسک ها به چهره. ماسک ها به چهره. بله. با اعلام من 5, 4, 3, 2, 1 شب میشود. مافیای بازی بیدار شد. شلیک به دست آلکاپونیا، اولین مافیای نقشدار بعد از آلکاپونیا. چقدر زود ولی مرد رفتی. این اومد بیرون اصلا شیرازه از هم باشی. ممنونم، متوجه شدم. انتخاب شعبده باز. مشورت نهایی اعضای مافیا. بچه ها مشورت کنید. مشورت بابا یک بار میکرد یا دردم شهر میکرد. مافیا. صاحبان کارتهای قرمز بخوابن. دکتر شهر نجات امشب رو به من اعلام. ممنونم، متوجه شدم. استعلام کاراگاه. شیدا بعد این بازی دلت نمی کنم. بهت گفتم بابا حداقل شیدا تو به منم گفتی مافیا. امیدوارم که رد منو بگیری. متشکرم، متوجه شدم. بخوابه. حرفه‌ای بیدار شد. آقای بیرامند کجاست؟ ممنونم، حرفه‌ای بخوابه. با تفنگدار کاری نداریم چون تفنگ جنگیش قبلاً مصرف شد. اوشن به تنهایی بیدار شد. ممنونم، همون یاران قبلی. بیدارشن لطفاً.
یاران اوشن بخوابن. زودیاک بیدار شد. برای ما نامه می نویسی؟ ممنونم، متوجه شدم. با اعلام من 5، 4، 3، 2، 1 روز می شود. خب، خداحافظی می کنیم با مافیا داریم. وای بده داشت، بیا اینجا بیا دیگه، بیرامن این بازی رو گل میکنه. علی بشین منم، بشین آقا جواد. بذار ببینیم آقای بیرانوند و آقای خیابانی کدوم. پس یکی از مادت هاست دیگه. خداحافظی میکنیم با هیچ کس. یس کماکان در بازی با 4 نفر ادامه میدیم. سر صحبت خانم منا بودن با آقا جواد شروع میکنیم. آقا جواد با خودت خیلی حرف دارم. بفرمایید. آخه چرا رأی ندادی؟ خودت شما باعث شدید که ما همه اجماع بشیم روی خانم کریمی، بعد خودت رأی ندادی؟ ما ستاره انداختی وسط؟ یعنی خودت مافیایی؟ یعنی خودت زودیاکی؟ واقعا چیه داستان؟ بچه ها به من کمک کنید لطفا. چرا باید اشتباه کرده باشید شما؟ آیا اشتباه کردید خانم خلیق که رأی ندادید؟ یا اینکه داستان دیگه؟ یا اینکه مثلا اصلا شاید بگیم که قانع شما رو قانع کردن؟ اگر قانع کردن من حرفی ندارم، اما یه مقدار الان دیگه برام مشکوک شدی. گفتم صد سفید، 1000 سفید، الان یه مقدار مشکوک شدی برام. طوری که آقای خیابانی این درصدا رو میگه نمیدونم بر چه اساسی. آقا ببین ایشون بعدش بچه ها خدا رو شکر مافیا نداریم. آقا جواد مافیا اینجا تموم شد. میدونی چرا؟ چون شب قبل زودیاک نمیتونست شلیک کنه، مافیا هم کسی رو ندونه، چون نداشتیم کسی رو بزنه، تموم شد. فقط یه زودیاک. شیدا خانم رأی چرا ندادی؟ ببین من تو رو ببین صد شرم بودی با تمام لایک هایی که میدادی به سروش، من قشنگ تو رو شرم میدونستم، ولی وقتی که رسیدیم به آخرهای بازی شما یه نفر رو زودیاک کردی. ولی آقا جوادی هم یاد داشته باش، آقای ابوطالب کسی نیست که تا اینجا باید تو بازی باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی از اول بلند شو گفت اوشن با من بیدار شه، به نظر من کسی نیست. یعنی مافیا اگه کسی رو میخواستن بزنن یه شهر رو میزدن که شهر رو جمع نکنه با اوشن. میدونی چی میگم؟ یعنی رو اینم من یه ذره مشکوکم، ولی شما کاری کردید ما یه شهر صدمون رو بدیم بیرون. اگه امروز چیز نکنم کسی ندن بیرون 4 نفر بمونن، بیرو احتمالش خیلی زیاده که چیزو بزنه. بیرو خیلی احتمال زیاده محافظ ابوطالبو بزنه، چون شیدا و آقای خیابانی به جون هم افتادن. اونو میزنه، اینا رو نگه داره با این دست بدن. آفرین. واسه من یه ذره که نه خیلی. آقای ابوطالب و آقای خیاب من چالش دادم. نوبت آقای ابوطالب خواهد بود. شیدا. چالش گرفته. ببخشید. در مورد اوشن هم من راستش از شما توضیح میخوام. اوشن میتونه با شما بیدار شده باشه و من روز دوم گفتم شاید به جمع‌بندی نرسیده یا شک و تردید داره. روز سوم ما اوشن رو از دست دادیم. پس بگو من بودم. چرا نمیگه من بودم؟ منو بیدارش کردم شب اول. آره بابا بگو اشکان بوده. منم که تابلو دارم میگم که من بیدار نشدم. پس به نظرم اصلا این پشت دست شما بازی کردم برای سه تا شهر یه ذره اشتباهه. من اگر هنوز رو من مشکوکی توضیح بدم برات یا اوکی؟ پس به نظرم شما با توجه به اینکه دیشب کشته نداشتیم و زودیاک تو بازیه و استعلام نداریم، شما زودیاک. با احترام. من حس میکنم خانم فرید به ایرو بفهمه. فهمیده شیدا الان بلند میشه. آره من حس میکنم شیدا آقای خیابانی علی رو بدید بیرون، به من دست ندید. من هستم. شما هستید آقای چالش؟ اگه اجازه بفرمایید بعدش هم خودت. آقای ابوطالب، آقای خیابانی، خوب به حرفای من گوش کنید. زودیاک که دوستان در این بازی یاری نداره که من یار مونا بوده باشم رأی نداده باشم. خوب دقت کنید، ما یه دونه مافیا داشتیم، یه دونه زودیاک. من یار هیچ کدوم از این سیاها نمیتونم بوده باشم. بعد دوستان ما استعلام نگرفتیم، مونا میتونه سفید بازی باشه.
به من نباید شک کنی ابو طالب. چرا به این فکر نمی‌کنی که اوشن روزای اول از بازی رفته بیرون؟ چرا به این فکر می‌کنی با من بیدار شده؟ شک که شما خواهش می‌کنم آقای خیابانی، آقای ابو طالب، باید آقای بیرانوند باشه. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. ازتون خواهش میکنم، سر ترنم مجابتون میکنم، لطفاً به من شک نکنید. آقای خیابانی تا اینجا با من بازی کردین. آقای ابو طالب من شما رو شهر قطعی اعلام کردم. خواهش میکنم شکتون راجع به آقای بیرانوند باشه که قبل اینکه بخوابه میخواد بریزه روی آقای خیابانی. ایشون ذهنش الان داره میچرخه دنبال یه دستاویز من و آقای خیابانی رو اسم بردن ایشون. آقای خیابانی، آقای ابو طالب، خواهش میکنم با من رای بدین آقای بیرانوند بره بیرون. چالش بدارید. ببین شهید خانم، زودیاد با شهر بازی میکنه و شما قشنگ با شهر بازی کردید. گوش میدی؟ زودیاد با شهر بازی کرد و شما با شهر داشتی ثابت میکردی که با شهر داری ثابت میکنی بازی میکنی. چه جوری؟ گفتی سروش رو من رای دادم، آقا امید رو گفتی رای، یعنی داشتی خودتو واسه شهر نشون میدادی. بعد شهید خانم ببخشید، شما اینجا یار نمیخواد زودیاگ. زودیاگ دقیقه آخر من بودم، من زودیاگ تو تمرینات بودم و اینو دیدم از بچه‌ها. دقیقه آخر میکشه عقب که تو به عنوان شهر ما قانع حرف این شده باشی و این خیلی از بازی خوب تو داره پیش میاد. من دارم بازی، من به عنوان یه هوادار، به عنوان کسی که دارم میبینم بازیات همش دارم میبینم و به خاطر همین رأی یک و دو بد میدم. باش مطمئنم زودیاکی، مطمئنم شهر با کلینشیت میبره. کلینشیت هم رو منه. بفهم. من الان یه سوال دارم از شهر، یعنی سوال که جوابش فکر میکنم مشخصه. من اوشن خواستم، اوشن با من بیدار نشده. یک دو اوشن رفته بیرون دیگه، اوشن اشتباه بیدار کرده. یک دو سه، آقای بیرانوند که اصلا نخواست، نه به نظرم اوشن گزینش بوده. آقای خیابانی همینطور، به نظرم گزینه ای که احتمالاً اشکانو بده بیرون بیدار شدن با شماه که پا شدی گفتی که اوشن خودش تصمیم بگیره، من شهرم، تا اینجا هم با شهر بازی کردی، دمتونم گرم، ولی دیگه اجازه بدید ما سه شهر شما رو با رأی یک و دو بیرون کنیم. آقای ابو طالب، این لحظه از اون لحظه‌هایی میشه که بعد بازی آدما راجبش صحبت میکنن. من توضیح بیشتر از این نمیتونم به شما بدم. اوشن از این بازی به زودی، یعنی رفت بیرون. من اینو دارم صادقانه به شما میگم. ازت خواهش میکنم. ازت خواهش میکنم. آقای خیابانی، خواهش میکنم. اگر بین شماست نوش جونتون، من شما رو شهروند دارم. من مثلا با آقای بیرانونده. آقای بیرانوند هر چیزی که راجب من گفتی راجب خودت صدق میکرد. شما با شهر بازی کردی آقای بیرانوند. هر کاری من کردم شما کردی. ولی من کارت خودم رو میدونم چیه. خواهش میکنم آقای ابو طالب، این بازی میتونه به اسم شما به خوبی تموم بشه. آقای خیابانی، خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم. من کارتم رو میدونم چیه. خواهش میکنم همراه من به آقای بیرانوند رای بدین. خواهش میکنم ازتون. من دوستان چقدر بگم، زودیاک و مافیا یاری تو این بازی ندارن که من یار اینا بوده باشم. خانم مونا میتونه شهروند این بازی بوده باشه. به نظر من آقا الان برای آقای خیابانی خواهش فایده نداره، باید دستور بده. نه آقای خیابانی، آقای خیابانی بیرو رو سفید داره که بهش اسلحه جنگی میده. بله، نه میگم خواهش دیگه جواب نمیده. با دستور بده یا کتبن یا کتبن التماس کنه. یک لحظه فکر کن آقای ابو طالب، خواهش میکنم ازت. ممنونم. همه دوستان در نوبت خودشون و در چالش ها حرف زدن و بسیار هم جذاب. سر صحبت آقا جواد خیابانی بودن. چهار نفر در بازی هستین، دوستان با دو رأی یا بیشتر وارد دفاع خواهند شد. جواد خیابانی 0 رأی، ابو طالب 0 رأی، بیرانوند بده ابو طالب، بده ابو طالب 1 رأی، خانم شیدا 3 رأی، تک دفاع. ببین میدونی چی میشه آخر؟ آقای خیابانی و علی بیرو دست میده. آقای ابو طالب، برای بار آخر میگم
ازت خواهش میکنم رأی دوتو بنداز آقای خیابانی. خواهش میکنم ازتون، بین من و آقای بیرانوند باید با آقای بیرانوند شک کنید. من بیشتر از این نمیتونم کارایی که تو این شهر کردم و براتون بگم دوستان. آقای ابوطالب، این بازی میتونه به اسم شما تموم بشه، چه به بدی چه به خوبی. اوشن خیلی زود از این بازی رفت بیرون، ولی علتش این نبود که با من بیدار شد. برای بار آخر میگم، خواهش میکنم رأی دوتون رو بندازین و متاسفانه شب زوجه، یعنی آقای بیرانوند اگه زودیا که بازی باشن شاد دارن. اشتباه کردین که اصلا من آوردین توی رأی گیری. دفاع دیگه ای ندارید؟ نه. اگر از بین سه نفری که امکان رأی دادن دارن بعد از شمارش من دو تا دست بیاد بالا، خانم شیدا در این لحظه سیسیل رو ترک میکنن. یک، دو، سه. رأی ندید، رأی ندید، رأی ندید. معلوم الان رأی ندید. ابوطالب وصیت کنید لطفا. خب آقای ابوطالب، من روی سخنم با شماست، به تبریک میگم، چه بس اصلا خود زودیا که بازی باشی. تنها حرف صادقانه که میتونم در این لحظه بهتون بزنم اینه که من زودیا که تون نبودم و احتمالاً که شهر خیلی قشنگ بازی کرد و شما تو این لحظه نخواستین حرفای منو گوش کنید، ایرادی نداره. خیلی ممنونم، متشکرم که تا این لحظه بازی کردین با ما. متشکرم، متشکرم. از اونجایی که من خیلی به خانم خلیق توی این مسابقه اعتماد دارم و ایشون رو سفید مطلق می‌بینم، کاملا موافقم. مثلا من پیشنهاد اجماع برای آقای حاجیلی دارم امروز. اصلا این پشت دست شما بازی کردن برای سه تا شهر یه ذره اشتباهه. با من رأی بدین آقای بیرانوند بره بیرون. نه، شهر ببره. ابوطالب بزنه میره. خدا میشه، یعنی حداقل یه ابوطالب بزنه. خسته نباشی. خیلی خوب بازی کردی. بله، ابوطالب، ابوطالب. شیدا، شیدا، من کی وصیت مولوی واسه مولوی؟ حالا بچه‌ها الان تکلیف روشن میشه. به شب شماره 4 میریم، دومین شبی که با زودیاک هم کار خواهم داشت. ماسک ها به چهره لطفاً، با اعلام من 5 4 3 2 1 در سیسیل شب میشه. مافیای بازی بیدار. شلیک به دست آلکاپون یا اولین مافیای نقشدار بعد از آلکاپون. متشکرم، متوجه شدم. انتخاب شعبده باز. مشورت نهایی اعضای مافیا. مافیا بخوابن. دکتر بیدار شو، نجات امشب رو اعلام. ممنونم، متوجه شدم. کاراگاه. ممنونم، کاراگاه بخوابه. حرفه‌ای. متوجه شدم، حرفه‌ای بخوابه. زودیاک بیدار شو. شلیک و نامه امشب.
متشکرم، متوجه شدم. بخوابید لطفا. اوشن به تنهایی. یار اضافه میکنید؟ یاران قبلی اوشن بیدار شن. ممنونم. یاران اوشن بخوابن. با اعلام من 5 4 3 2 1 خورشید در سیسیل طلوع. عجب شبی، عجب شبی، عجب بازی. من طرفدار بایر مونیخم. سال هاست، سال 1999 بایر مونیخ با گل ماریو باسلر از منچستر یونایتد جلو افتاد. رسما جشن قهرمانی گرفتیم تو خونه، اما نهایتا با گل سولشر ما به منچستر یونایتد باختیم. زندگی خیلی پدیده عجیبیه، هر لحظه ممکنه زیر و رو کنه شما رو. لحظه به لحظه‌شو زندگی کنید. من دعوت میکنم از تمام رفقایی که در اتاق مردگان هستند به آرامی به ما بپیوندند. لطفاً در سکوت کامل بیایید. دوستان لطفاً اینجا بایستید در سکوت کامل و هیچ اطلاعی وارد بازی نکنید. ارادت آقا، من واقعا دست و پام داره میلرزه، از ته دلم دارم میگم. آقای بیرانوند زودیاک بودن. زودیاک بلند شید آقای بیرانوند لطفاً، و در شلیک آخر به آقای ابوطالب شلیک کردن، محافظ شهر. و شهر برنده است. چه بازی کرد. من واقعا فشارم داره میفته، واقعا فشارم داره میفته. میگم تنها کسی که تو این جمع میتونست تو نامه بنویسه شیطون علی بیرون، همون اول معلوم بود که زودی شیطون. بچه های شهر بیان پیش من، بچه های شهر بیان پیش من. آقا مافیان بریم، ما خوشحالیم اینا بردن. شما متاسفانه باختید، بفرمایید. شما بفرمایید، دوستان شهر بفرمایید. دوستان دو طرف رو لطفاً باز کنید. سه تا مافیا لطفاً یه طرف، یه دو زودی ها یه طرف. بفرمایید لطفاً. مافیا مافیا ولی وجدانن بیرانوند عالی بازید.
شیدا خلیقم ازش خواهش میکنم که یه بار دیگه خواهش کنید. دیگر من داشت خون میشد واقعا. میدونی چرا رای آقا جوادو گرفت؟ به خاطر اینکه گریه ای کرد، من میدونستم خودش خوراکشه گریه میکنه. خوراکشه. یعنی فهمیدم سروش رفی رنگ نمیده. من میدونم تو اینجوری کرد. آقا جوادو من نگاه میکرد اینجوری میکرد. پس حالا که اینجوری شو وانده بیا دقیقا یه وانده ای بزن دیگه. مرسی بچه ها، یه عکس